درود خدمت همه همکاران عزیزم در کانون دفاع از حقوق بشر. امروز دوشنبه 28 ژانویه ساعت 19 به وقت اروپای مرکزی جلسه ماهیانه کمیته دفاع از حقوق زنان رو داریم. در این جلسه برنامه ها به این شکل هست که یک سری سخنران داریم و بحث آزاد. سخنرانای ما در این جلسه خانم لیلا رمضان هستند که در خصوص گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق زنان در دیماه سال 1401 برای ما سخنرانی می کنند. خانم سونیا سوارکوب بررسی کنوانسیون رضایت ازدواج و حداقل سن ازدواج و ثبت ازدواج ها و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی در این خصوص سخنرانی می کنند و خانم پروین محمدی افعال اگر اشتباه خونده باشم لطفاً در توی جلسه من رو اصلاح کنید. مشکلات زنان سرپرست خانوار رو برای ما در خصوص این موضوع سخنرانی می کنن و تبادل نظر و پرسش پاسخی که در این جلسه داریم در خصوص حق خدمات بهداشت و درمان که به طور ویژه روی مسئله کمبود وسایل بهداشتی برای زنان زندانی است. خب خوش آمد میگم به همه دوستانی که امروز و در این ساعت و این زمان این برنامه و این گفتگو رو انتخاب کردن و اینجا در کنار ما هستن. دوستانی که از طریق لایف دارن ما رو میبینن، اگر اجازه بدین اولین سخنران رو بشنویم. خانم لیلا رمضان، دوستان گرامی لطفا براشون مایک رو باز کنید تا بشنویم سخنرانشون. خانم لیلا رمضان، با سپاس از شما خانم محبودی عزیز، اصرار می‌کنم دسترسی به مایک من با تاخیر باز شد. با درود احترام خدمت شما همراهان گرامی و همکاران ارجمند، با گزارش ماهانه و اجمالی از وضعیت نقض حقوق زنان در ایران در دوره زمانی دی ماه 1401 در خدمت شما هستم. این گزارش بر مبنای اطلاعات گردآوری شده که صحت آنها به احراز رسیده. لازم به یادآوریه که این گزارش با توجه به حجم محدود اون و نیز به دلیل عدم اجازه فعالیت گروه‌های مستقل مدافعان حقوق بشر در ایران نمیتونه بازتاب بی‌نقصی از وضعیت حقوق بشر در ایران باشه. خلاصه آنچه که در دی ماه گذشت با یک مورد اعدام که بازگوکننده نقض حق حیات در دستگاه قضایی است و 10 مورد احضار به دادگاه و بیش از 56 مورد محکومیت‌های متعدد، بیش از 51 مورد بازداشت و 3 مورد خودکشی و 6 مورد قتل ناموسی و نقض گسترده حقوق زندانیان، نقض پایدار آزادی بیان و عقیده و سایر آسیب‌های اجتماعی و خشونت علیه زنان همراه بوده. طبق آماری که بروز شده کانون حقوق بشر ایران در دی ماه، شمار زنان کشته شده در جریان قیام سراسری ایران به دست کم 75 نفر رسید. این در حالی است که بسیاری افراد کشته شده به دلیل فشارهای بسیار زیادی که بر خانواده‌ها وارد میشه اصلا اعلام نشده و یا حکومت اسامی اونها را تحت عناوین ساختگی و دروغین مانند خودکشی یا تصادف اعلام میکنند. آیا میدونستید که ایران بزرگترین زندان زنان روزنامه‌نگار در سراسر دنیاست؟ نزدیک 1/4 روزنامه نگاران زن زندانی سراسر جهان در ایران زندانی هستند. بر اساس گزارش 2022 گزارشگران بدون مرز، از مجموع 78 روزنامه نگار زندانی زن در سراسر جهان، 18 زن توسط جمهوری اسلامی ایران زندانی شدند. با این حساب ایران با اختلاف تنها یک زندانی بعد از چین بزرگترین زندان زنان روزنامه نگار در سراسر دنیاست. در ماهی که سپری شد، محکومیت‌های متعددی صورت گرفت که برخی از این تعداد می‌تونید به محکومیت نرگس حسینی به 4 ماه حبس، مشکان ایلانلو به مجموع 9 سال و 9 ماه حبس، 74 ضرب شلاق، پرداخت جزای نقدی، ممنوعیت فعالیت و خروج از کشور و ضبط اموال دیجیتال، فرناز حسین زاده به 4 سال و 8 ماه حبس تعزیری و تحمل 74 ضرب شلاق، فاطمه جمالپور به 5 سال حبس و 2 سال تبعید به شهرستان بابل، شقایق خادمی به 16 سال حبس، پری آقایی به 12 سال حبس و محرومیت‌های اجتماعی،
سارا سیاهپور فعال صنفی معلمان تهران به 6 سال حبس و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت های اجتماعی. نوشین کشاورزنیا پژوهشگر اجتماعی و فعال حقوق زنان به 5 سال حبس تعزیری. ستاره ریگی نوجوان 17 ساله به 2,500,000 تومان و انجام یک تحقیق علمی. روژینا یوسف زاده دختر 26 ساله‌ای که به دلیل در دست داشتن پلاکاردی به نام مهسا امینی به 5 سال زندان محکوم شده اشاره کرد. طبق قانون قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کنه مگر اینکه دلایل کافی داشته باشه. اگرچه که ممکنه کسی که در مزام اتهام قرار میگیره پس از پایان دادرسی تبرئه بشه، اما همین زدن برچسب اتهام به دیگری باید دلیل داشته باشه. قاضی در صورت سهل‌انگاری در این مورد خود مشمول محکومیت انتظامی میشه، اما در این حیطه معیارهای مراجع قضایی ایران متناقض با موازین حقوق بشری است. از این قرار مریم شکرانی خبرنگار شرق به شعبه سوم بازپرسی دادسرای اوین، آزاده صمدی و مهتاب کرامتی به دادسرای ناحیه 33 اوین، عسل لباسچی و مونا افسامی به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران و بیتا حقانی نسیمی به دادگاه انقلاب ساری احضار شدند. از سوی دیگر مینا علیخانی جهت تحمل حبس، بازداشت و به زندان زنجان راهی شد. همچنین کاتالین ریاهی بازیگر سینما و تلویزیون در شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مهاباد محاکمه شد. اعمال فشار و تهدید بر پیروان سایر ادیان در این ماه نیز ادامه داشت. در 26 دی ماه المیرا رحمانی 28 ساله نوازنده و شهروند بهایی ساکن اصفهان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. در آستانه برگزاری دادگاه ارمغان ذبیح مقدم، شهروند بهایی 2 تن از اعضای پارلمان ایالتی آلمان کفالت سیاسی این زندانی عقیدتی را به عهده گرفتند و خواستار آزادی بدون قید و شرط ارمغان ذبیحی شدند. بنابر اظهار وکیل پرونده هیچ عمل مجرمانه‌ای و خلاف قانونی در پرونده ارمغان مشاهده نمی‌شود. تنها مورد بهایی بودن اوست که ممکن است قاضی از آن به عنوان اتهام نام ببرد. این خبر ناقض قانون اساسی در اصل 13 رسمیت سایر ادیان الهی، اصل 22 رعایت حقوق ذاتی و شهروندی و اصل 23 منع تفتیش عقاید و همچنین ناقض موارد اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده 6 ارزش انسانی در همه جا، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی، ماده 10 حق محاکمه قانونی برای همه، ماده 18 حق آزادی عقیده و ماده 19 حق آزادی بیان، ماده 20 حق آزادی تجمع و تظاهر. در این ماه سعیده میرقربانی وکیل دادگستری اهل بابرسر علی‌رغم بیش از 40 روز از زمان دستگیریش کماکان در بازداشت و بلاتکلیفی به سر میبره. به علاوه آرمیتا عباسی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری با گذشت بیش از 90 روز از زمان دستگیری همچنان در زندان کچویی کرج در بازداشت به سر میبره. در ماهی که گذشت 16 زن بازداشت شده در رابطه با اعتراضات سراسری اخیر در اعتراض به بلاتکلیفی و بازداشت طولانی مدت، وضعیت نامناسب بهداشتی زندان و شیوع بیماری‌هایی از قبیل قارچ پوستی، عدم رسیدگی به وضعیت پزشکی بازداشت شدگان و محرومیت از درمان آنها، تراکم بیش از حد ساکنین بند زنان، محرومیت از حق دسترسی به وکیل و همچنین صدور احکام ناعادلانه برای برخی از آنها دست به اعتصاب قضا زدند. برخی زندانیان در دوران بازداشت و یا حبس خود در کنار مشکلات هر روزه زندان به ناچار برای شنیده شدن دادخواهیشان دست به اعتصاب قضا می‌زنند. حق درمان و رسیدگی پزشکی همواره از مهمترین موارد نقض حقوق زندانیان در ایران به شمار می‌آید. از این قرار مژگان ایلانلو در زندان اوین از دریافت خدمات درمانی مناسب محروم بوده و همینطور فاطمه مصنا زندانی سیاسی بیمار در زندان اوین علی‌رغم حال نامساعد جسمانی و نیاز جدی به درمان تخصصی کماکان از رسیدگی پزشکی و اعزام به بیمارستان محروم مانده. در صورتی که طبق اصل 29 قانون اساسی حق مراقبت‌های طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه است و همچنین اصل 32 عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی و اصل 35 حق داشتن وکیل برخی از موارد نقض شده قانون اساسی ایران هستند و همچنین موارد نقض شده اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده 6 ارزش انسانی در همه جا، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی، ماده 10 حق محاکمه قانونی برای همه، ماده 18 حق آزادی عقیده، ماده 19 حق آزادی بیان.
شماری از افرادی که در جریان اعتراضات سراسری ایران بر اثر شلیک مستقیم نیروهای جمهوری اسلامی چشمشان را از دست دادند، با امید به درست شدن همه چیز و فرارسیدن روز ساختن سخن میگویند. الهه توکلیان یکی از این زنان جوان است که بینایی یک چشمش را بر اثر شلیک مستقیم ماموران حکومتی از دست داده. فریده صلواتی پور قربانی دیگر گلوله ساچمه‌ای، اهل سنندج با شلیک مستقیم گلوله ساچمه‌ای در آستانه نابینا شدن قرار دارد و تا کنون درمان او با موفقیت انجام نشده. در ماهی که گذشت متاسفانه باز هم شاهد موارد متعددی از خودکشی کودکان بودیم، از جمله خودکشی یک دختر 15 ساله در سوسنگر، یک دختر نوجوان به نام زینب حریزی مزرعه 15 ساله ساکن روستای ابو حمیزه از توابع شهر سوسنگر برای امتناع و مخالفت با ازدواج اجباری با پسرعموی خود توسط پدر و برادرش مورد ضرب و شتم قرار میگیره. سپس زمانی که در منزل تنها بوده از طریق حلقه آویز کردن دست به خودکشی زد و جان خود را از دست داد. برای برخی از نوجوانان هنگامی که رشد و بلوغ طبیعی اونها با وقایع ناراحت کننده همراه میشه، ممکنه برای اونها بسیار سخت باشه و تحمل ناپذیر باشه این شرایط. احساسات بسیار قوی همراه با ترس، استرس، سردرگمی، عدم اطمینان، فشار برای موفقیت تبر توانایی حل مسئله و نحوه تصمیم گیری نوجوانان تاثیر میذاره و گاهی این فشارها ذهن خام و بی‌تجربه کودک رو به سمت خودکشی برای رهایی از موقعیت مذکور سوق میده. سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی‌های سالانه از سوی سازمان پزشکی قانونی بیش از 7% اعلام شده. مریم سلیمیان بر اثر فشار روانی سرکوبگران خودکشی کرد. گزارش‌ها حاکی است که مریم سلیمیان نقاش جوان و معترضی که گفته می‌شود ممنون خورش شده بود، بر اثر خودکشی جان باخته است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، او در فرودگاه و هنگام سفر به اتریش برای ادامه تحصیل از ممنوع خروج بودن خود باخبر شده بود. مریم سلیمیان در روزهای خیزش انقلابی از فعالین همیشگی خیابان بوده و با استفاده از توانایی و تسلط خودش در نقاشی آثار متعددی را با موضوع زن، زندگی، آزادی، خلق و در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده بود. مریم به همین دلیل بارها از سوی نیروهای اطلاعات مورد تهدید قرار گرفته بود. موضوع آخرین نقاشی که او در توییتر منتشر کرد خدا نور لجعی بود. خودکشی سحر لطیفی مادر یک دختر 4 ساله. سحر لطیفی مادر یک دختر 4 ساله و ساکن شهرستان اسدآباد همدان بود. او با خوردن قرص برنج اقدام به خودکشی کرد و جان باخت. سحر در خانواده پرجمعیتی بزرگ شد. چون مادر سحر از دنیا رفت، پدرش ازدواج مجدد کرد. سحر چند سال قبل به اجبار خانواده‌اش با یک طلبه ازدواج کرد که در حال حاضر تحصیلات حوزوی را تمام کرده و حجت الاسلام است. متاسفانه همسرش بسیار تفکر ضد زنی داشت و سحر در طول زندگی مشترک با او خیلی آزار دید و به صورت مدام تحت خشونت بود. آنقدر مورد حمایت قرار نگرفت که متاسفانه تصمیم گرفت به زندگی خودش پایان بده. یک دختر 16 ساله در شهرستان خمین با انگیزه ناموسی توسط پدر و دایی خود مورد ضرب و شتم قرار گرفت و پس از انتقال به بیمارستان بر اثر شدت جراحات وارده جان باخت. در جمهوری اسلامی بریدن سر زن 8 سال حبس و بستن خیابان حکم اعدام دارد. مونا حیدری کودک همسر 17 ساله که در 12 سالگی با گواهی رشد از دادگاه به عقد پسرعموش درآمده و در 14 سالگی مادر شده بود، سال گذشته از سوی همسرش به صورت فجیح به قتل رسید. سخنگوی قوه قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرد سجاد حیدر نوا همسر مونا حیدری که سر او را در اهواز برید و در ملای آن به نمایش گذاشت، تنها به 8 سال و 2 ماه حبس محکوم شده است. انتقال یک زندانی زن در زندان لاکان رشت برای اجرای حکم اعدام. به گزارش کانون حقوق بشر ایران، یک زندانی زن در زندان لاکان رشت به نام خانم بانو چرخش برای اجرای حکم اعدام به قرنطینه زندان لاکان رشت منتقل شد. خانم بانو چرخش یک زن سالخورده با بیش از 60 سال سن است که از 5 سال پیش در بند زنان لاکان رشت محبوس است. به گفته یک منبع موثق، خانم بانو چرخش یک زن فقیر است که در خانه دیگران کار میکرد. او به اتهام قتل زنی که نزد او کار میکرد بازداشت شده است. او در زندان برای امرار معاش هم نیز کار میکرد و قادر به تهیه دیه نیست. از سوی دیگر هم اکنون 5 زن زندانی محکوم به اعدام در زندان لاکان رشت زندانی هستند. با آنها ابلاغ شده که تا آخر هفته فرصت دارند که دیه پرداخت کنند و از شاکی ها رضایت بگیرند. در غیر این صورت حکم اعدام آنها اجرا خواهد شد.
نقض آشکار حق حیات در دستگاه قضایی ایران همیشه مورد بحث بوده و همچنین مراتب نقض شده. یه اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده 3 حق حیات برای همه، ماده 6 ارزش انسانی در همه جا، نقض گسترده حقوق زنان، لایحه جدید تعزیرات و تشدید مجازات های سقط جنین. به علاوه پیشنویس لایحه جدید تعزیرات در حال تهیه و تدوین است که در فصل 11 آن به تشدید مجازات سقط جنین پرداخته شده. به این ترتیب علاوه بر زنان باردار، اشخاصی که به زنان باردار در سقط جنین یاری برسانند، مانند پزشکان، ماماها، فروشندگان دارو و حتی کسانی که در زمینه سقط جنین آگاهی رسانی می کنند، نیز با مجازات های من جمله از 6 ماه تا 25 سال حبس، جزای نقدی و ابطال پروانه کار مواجه خواهند شد. نرگس محمدی فعال حقوق بشر سیاسی در نامه‌ای از زندان تعرض جنسی به زنان معترض را ابزاری برای سرکوب معترضان دانسته است. خانم محمدی در این نامه جزئیات تازه‌ای از آزار جنسی و فیزیکی زنان را نوشته است. در روزهای اخیر تعدادی از بازداشت شدگان وقایع اخیر از محل تسکینشان در خیابان‌ها و از سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی اوین و برخی بازداشتگاه‌های نامعلوم و از زندان قرشک برامین به بند عمومی زندان اوین منتقل شدند که روایت‌های تکان دهنده‌ای از شیوه تعرض به زنان دارند. خانم محمدی در این نامه تعرض به زنان معترض را جنایت حکومت توصیف کرده که افشا نکردن آن موجب تداوم این شیوه سرکوبگرانه علیه زنان می‌شود. قانونی شدن تحصیل دختران کودک همسر. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار نامه‌ای رسمی از سوی رابعه امامی رضوی مشاور وزیر آموزش و پرورش از امکان ثبت نام و تحصیل کودک همسران دختر در مدارس روزانه و تحصیل آنها در کنار کودکان و نوجوانان دیگر خبر داده. خبرگزاری تسنیم نوشته که دانش آموزان دختر ازدواج کرده می توانند با رعایت شؤونات دانش آموزی و اصول اخلاقی و تربیتی با دیگر دانش آموزان در مدارس روزانه به تحصیل خودشون ادامه بدن. همچنین اعلام شده که این تصمیم برای تشویق به ازدواج و فرزند آوری اتخاذ و ابلاغ شده. معاون رئیسی تساوی زن و مرد به ضرر زن است. معاون امور زنان و خانواده ابراهیم رئیسی گفته در نشست سال قبل سازمان ملل هنگامی که مدیر اجرایی بخش زنان پرسیده که چرا برابری زن و مرد را نمیپذیرند، پاسخ داده که تساوی به ضرر زن است و ما قبول نداریم. به گزارش خبرگزاری ایسنا، انسی خزلی در نشست مجازی کرامت زن در دو نگاه مقایسه جایگاه زن در اسلام و غرب که در یک شبکه اجتماعی برگزار شده با تکرار مواضع همیشگی جمهوری اسلامی افزوده است که قوانین غرب زن را مثل یک کالا در اختیار مرد قرار داده است. تا اینجا فعلا به همین اخبار بسنده می‌کنیم. بیش از این وقتتون رو نمی‌گیرم. با تشکر از همراهی شما عزیزان، خسته نباشید. مرسی که تا اینجا همراه من بودید. سپاس از خانم لیلا رمضان که گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق زنان در دیماه 1401 رو با ما در میون گذاشت. همکاران عزیز، اگر کامنت، صحبت یا نظری در این خصوص دارید، با کمال میل ما پذیرای شما هستیم. لطفا دستتون رو بلند کنید. خب، من داوطلبی رو برای کامنت گذاشتن و نظر دادن نمیبینم. اگر اجازه بدین میریم سراغ سخنران بعد که خانم سونیا سوارکوب هستن و بررسی کنوانسیون رضایت ازدواج رو با ما در میون میذارن. لطفا مایک رو براشون باز کنید که بشنویدش. سلام و عرض ادب خدمت شما و شنونده‌های خوبمون. کنوانسیون مربوط به رضایت ازدواج و حداقل سن ازدواج و سطح ازدواج ها رو بررسی کردم که حالا سعی می‌کنم به طور خلاصه چند مورد رو براتون بخونم. معاهدات بین‌المللی در مورد حقوق زنان بر اساس قطعنامه 1763 مورخ 7 نوامبر 1962 مجمع عمومی برای امضا و تایید گشوده شد. این کنوانسیون از 9
دسامبر 1964 بر اساس ماده 6 به اجرا درآمد. دولت‌های طرف قرارداد با تمایل برای ترویج و حمایت از احترام همگانی برای حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی و رعایت این حقوق و آزادی‌ها برای همه انسان‌ها بر اساس منشور ملل متحد بدون تمایز از حیثیت نژاد، جنسیت، زبان یا دین، با یادآوری این که ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح می‌کند که مردان و زنان در سن قانونی بدون هیچ محدودیتی از نظر نژاد، ملیت یا دین حق دارند ازدواج کنند و خانواده تشکیل دهند. مردان و زنان دارای حقوق برابر برای ازدواج و در طول ازدواج و پس آن هستند. دو، ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زوجی که قصد ازدواج دارد ثبت شود. با یادآوری مجدد اینکه مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورخ 1954 اعلام کرد بعضی رسوم قوانین و روش‌های باستانی مربوط به عقد و ازدواج و خانواده با اصول تعیین شده در منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر مغایرت دارد، با یادآوری این هم که کلیه کشورها از جمله آنهایی که مسئولیت اداری سرزمین‌های غیر حاکم بر خود و تحت قیومیت را تا دستیابی آنها به استقلال بر عهده می‌گیرند، باید تمامی اقدامات مناسب را با نظر به لغو چنین رسوم و قوانین و روش‌های باستانی با تضمین از جمله آزادی کامل در انتخاب همسر، حذف کامل ازدواج‌های کودکان و نامزد کردن دختران جوان پیش از سن بلوغ، تعیین مجازات مناسب هر جا لازم باشد و تعیین دفتر دولتی یا دفتر دیگر که همه ازدواج ها در آن ثبت شود به عمل آورد. این کنوانسیون 10 ماده داره که ما مهمترین ماده‌هاش رو بررسی کردیم. ماده یکش میگه هیچ ازدواجی نباید بدون رضایت کامل و آزادانه دو طرف قانونان به ثبت برسد. چنین رضایتی پس از اطلاع مقتضی در حضور مقام صالح برای اجرای مراسم ازدواج و شهود و به گونه‌ای که به وسیله قانون تثبیت شده باید شخصا به وسیله دو طرف ابراز شود. مورد دوم این ماده میگه بدون توجه به هر نکته‌ای که در پاراگراف بالا ذکر شده برای یکی از طرفین نباید ضروری باشد که هنگامی که مقام صالح راضی است که شرایط استثنایی و اینکه آن طرف در مقابل یک مقام صالح و یک روشی که ممکن است به وسیله قانون تثبیت شده باشد ابراز رضایت کرده و رضایتش رو پس نگرفته حاضر باشه. در مورد رضایت ازدواج در قانون ایران یکی از موضوعات مهمیه که در صحت عقد و نافذ بودن عقد تاثیر زیادی داره. یعنی بدون رضایت نمیتونیم بگیم این عقد واقع شده و اگه حتی عقد واقع شده باشه یکی از طرفین ثابت کنن که رضایی وجود نداشته یا در مستی، بیهوشی یا تحت تاثیر یک علت ثانویه این عقد واقع شده، میتونم خیلی اصلا با مراجعه با مراجع زیر صلاح اون عقد رو باطل کنم. اما در مورد طلاق به این راحتی نیست. اینم ذکر کنم که ماده 70 قانون مدنی رضایت زوجین شرط نافذ بودن عقد، یعنی جز شرطهای لازم، یعنی اگر یکی از زوجین به عقد رضایت نداشته باشه عقد غیر نافذه، لکن این شخص میتواند بعداً آن را تنفیذ نماید. یعنی هنگامی که عقد خونده میشه، خطبه خونده میشه یا ثبت میشه راضی نیست، اما در بعدش مثلا حالا با شناخت هر چیزی رضایت پیدا میکنه، اون عقد هم صحیح. اما در مورد طلاق خیلی فرق میکنه. رضایت زن به عنوان زوجه شرط طلاق نیست. یعنی اگر زن بخواد طلاق بگیره اصلا درخواستش به طور معمول قبول نمیشه و این حق فقط برای مردها مطابق فقه اسلامی و قانون ایران در نظر گرفته و همین اصله که باعث میشه که نکاح در زمره عقدها قرار بگیره اما طلاق در زمره ایقاعات قرار بگیره. یعنی که با رضایت و خواست یک طرف اون معامله برهم خورده میشه و
از طلاق در اختیار مرد است، ولی با توجه به مسائل مادی و مالی و غیره و ارتباط با زوج، احتمال دارد که زوجه دچار خسران و ضرر شود، این حق برای زوجه در نظر گرفتن که بتونه اعتراض بذاره، یعنی میتونه برای مهریه نفقه در صورت اثبات صلاحیت خودش اعتراض بذاره. در طلاق برای بین زن و مرد تنها حقی که برای زن قائل شده به طور قانونی و فقهی همینه، فقط یه حق اعتراض براش در نظر گرفت. ماده دو میگه کشورهایی که طرف این کنوانسیون هستن باید برای تعیین حداقل سن برای ازدواج اقدام قانونی انجام دهند. ازدواج هیچ فردی کمتر از این سن نباید به طور قانونی به وسیله هیچ فردی به ثبت برسد، مگر در شرایطی که مقامی صالح با توجه به دلیل‌های جدی و معتبر به نفع زوجی که قصد دارد ازدواج کند با آن موافقت کند. اینجا باید اول سن قانونی تو ایران بررسی کنه. طبق قانون جمهوری اسلامی سن قانونی سنیه که بسیاری از محدودیت‌ها برای فرد کنار گذاشته میشه و مسئول بسیاری از امور زندگی خود هست. هرچند که 18 سالگی به عنوان سن قانونی تعریف شده، اما استثناءات زیادی توش وجود داره. یکی از اون استثناءها به موجب ماده 10.41 قانون مدنی عقد نکاح است. عقد نکاح قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و برای دختر و برای پسر قبل از رسیدن به 15 سال تمام شمسی منوط به اذن ولی و به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه سالم. بنابراین سن ازدواج برای دختران 13 و برای پسران 15 سال که خب این ترویج کودک همسریه. حتی طبق قانون جمهوری اسلامی ایران و شرع اگر کودک بخواهد زیر این سن ازدواج کند، ازدواج ولی، اجازه ولی و قیم به رأی دادگاه اجازه ازدواج به کودک میدهند. ماده 3، همه ازدواج ها باید به وسیله مقامی صالح در یک دفتر اسناد رسمی اسناد رسمی مناسب به ثبت برسند. در مورد ثبت اسناد رسمی در مورد ازدواج، ما بعد از انقلاب یه عقبگرد شدید داشتیم. اول اینو بهتون بگم که ازدواج در ایران به دو نوع تقسیم میشه: ازدواج های موقت و ازدواج های دائم. بررسی ثبت ازدواج دائم رو بخوایم یه مرور کنیم، ثبت ازدواج آثار متعددی برای زوجین و فرزندان و اشخاص ثالث داره، به خاطر همین اکثر کشورها بهش اهمیت دادن. در قانون ایران در سال 1310 قانونگذار قبل از انقلاب اسلامی بدون تفکیک انواع نکاح، عدم ثبت اون رو برای زوج و عاقل جرم‌انگاری کرده بود. در حال حاضر در ماده 645 قانون مدنی ایران عدم ثبت نکاح دائم را جرم‌انگاری کرده و اونم فقط برای زوج، نه زوج نه عاقل. همچنین لایه حمایت خانواده امکان ثبت ازدواج دوم مرد را منوط به پرداخت مهریه زن اول نمود. از جمله آثار ثبت ازدواج جلوگیری از اقامه دعاوی، چون اثبات زوجیت، اثبات نسب از این اهداف ناشی از اثر سند رسمی و عدم امکان رد آن با امارات و شهود است. همچنین ثبت نکاح مانع از ازدواج های بعدی، فریب در ازدواج به دلایلی مثل دوشیزه نبودن یا اعلام تجرد یا زن دوم یا برای خانوم ها در عده همسر قبلی بودن داره. ماده 644 قانون مجازات اسلامی در مواردی که شوهر دوم جاهل به موضوع است و فریب در ازدواج، در مواردی که هر یک از زوجین جاهل به ازدواج سابق یا فعلی یک دیگری هستن منتفی می‌گردد. ماده 647 قانون مجازات اسلامی از آثار ثبت ازدواج اقامه دعاوی، چون اثبات زوجیت یا اثبات نسب پیشگیری می‌کند.
مقننا در سال 1375 در قانون مجازات اسلامی مجدداً به جرم‌انگاری نکاح بدون سر توجه نموده. ماده 645 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دهد به منظور حفظ کیان خانواده. ثبت واقعی ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات اسلامی است. چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تزویری تا یک سال محکومی. توجه کردیم که فقط برای زوج جرم‌انگاری شده، نه زوجه و نه عاقد. در صورتی که قبل از انقلاب برای عاقد هم جرم‌انگاری شده و قبل از انقلاب جرم‌انگاری که شده بود برای کلیه نکاح، یعنی هم نکاح موقت هم نکاح دائم بود، اما بعد از انقلاب نکاح موقت رو حذفش کردن. البته بعضی از قضات هنوز هم عقیده دارن که عاقد هم به عنوان معاون جرم قابل پیگیری هست و میشه براش جرم‌انگاری کرد. در ماده 1075 قانون مدنی ازدواج موقت در قوانین ایران به رسمیت شناخته شده و شرایط ارکان اساسی نکاح موقت عبارتند شرایط صحت نکاح دائم به اضافه تعیین مدت مشخص و تعیین مهر معین برای زن. موانع ازدواج موقت همانند موانع نکاح دائم است. در خصوص عقد موقت چنین الزامی تا مقرر نداشته. با این وجود در برخی موارد استثنایی مطابق قانون حمایت خانواده ثبت ازدواج موقت نیز اجباری بوده. بنابراین حکم قانون در این موارد الزام به ثبت ازدواج موقت است. مطابق ماده 21 قانون حمایت خانواده عبارتند از یک، در مواردی که مدت ازدواج موقت زوج باردار شد، در صورتی که ثبت موقت به صورت شرط ضمن ازدواج موقت قید شود، در صورتی که طرفین پس از ازدواج موقت در مورد ثبت عقد دائم به توافق برسند. ماده 4 این کنوانسیون تا 31 دسامبر 1963 برای امضا از جانب کلیه کشورهای عضو سازمان ملل متحد یا از هر یک از کارگزاری های تخصصی و هر کشور دیگر که به وسیله مجمع عمومی سازمان ملل متحد دعوت شده تا طرف این کنوانسیون شود مفتوح است. بقیه ماده ها در مورد الحاق یا فسق و تاریخ تاریخه این کنوانسیونه که ما اون سه تا ماده مهم رو خوندیم. در مورد ازدواج و سرطان قطنامه 20 2018 مورخ اول نوامبر 1965 مجمع سازمان ملل متحد مجمع عمومی با رسمیت شناختن این هم که گروه خانواده باید تقویت شود، زیرا واحد اصلی هر جامعه است و مردان و زنان در سن قانونی حق دارن ازدواج کنند و خانواده تشکیل دهند، سزاوار برخورداری از حقوق برابر برای ازدواج هستند و ازدواج باید فقط با رضایت آزادانه و کامل زوجه که قصد ازدواج دارن مطابق با مفاد ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر به سر برسد. با یادآوری قطعنامه 843 مورخ 17 دسامبر 1954 با یادآوری بیشتر ماده 2 کنوانسیون تکمیلی مربوط به حذف بردگی، تجارت برده و نهادها و روش‌های مشابه بردهداری 1956 که مفادی خاص در مورد سن ازدواج، رضایت با ازدواج و ثبت کردن ازدواج ها پیش بینی کرده. همچنین با یادآوری این نکته که پاراگراف ب ماده 13 منشور ملل متحد پیش بینی می‌کند که مجمع عمومی باید به منظور یاری به تحقق حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی برای همه بدون تمایز از نظر نژاد، جنس، زبان یا دین توصیه ای ارائه دهد. همچنین با یادآوری این امر که بر اساس ماده 64 منشور شورای اقتصادی و اجتماعی
می تواند با اعضای سازمان ملل متحد برای به دست آوردن گزارش های درباره اقدامات انجام شده در راستای ترتیب اثر دادن به توصیه های خود و به توصیه های در مورد مسائلی که مجمع عمومی در چارچوب صلاحیت آن قرار داده ترتیباتی به عمل آورد. یک، توصیه می کند در هر زمینه ای که در قوانین یا مقررات و تدابیر دیگر وجود موجود تا کنون پیشبینی هایی به عمل نیامده، هر کشور عضو باید بر اساس رویه های قانونی و شیوه های سنتی و دینی خود چنین قوانین و تدابیر دیگری را ممکن سازد برای اجرای اصول زیر مناسب سازد. اصل اول، هیچ ازدواجی نباید بدون رضایت کامل و آزادانه دو طرف به طور قانونی ثبت شود. این رضایت را دو طرف باید شخصا پس از گفتگو و دادن آگاهی های لازم در حضور شخص صالح برای اجرای مراسم ازدواج و حضور شهود به گونه ای که به وسیله قانون تشریح شده ابراز کنند. این مورد را که قبلا بررسی کردیم در قانون ایران. مورد به ازدواج های وکالتی فقط موقعی باید مجاز باشد که مسئولان زیرصلاح مجاب شده باشند. هر طرف در برابر مسئولی صالح به روشی که ممکن است به وسیله قانون تشریح شده باشد در مقابل شهود کامل و آزادانه ابراز رضایت. در مورد وکالت در عقد در نکاح در ایران به پیروی از فقه اسلامی مورد پذیرش قرار گرفته و قانونگذار به جهت تسهیل نمودن امر ازدواج امکان انجام وکالت در نکاح را در ماده 1071 قانون مدنی به رسمیت شناخته. بر اساس این ماده هر یک از زن و مرد می تواند برای عقد نکاح وکالت به غیر دهد. اصل دوم، کشورهای عضو به منظور تعیین حداقل سن برای ازدواج که در هر حال نباید کمتر از 15 سال باشد باید اقدامات قانونی به عمل آورد. هیچ ازدواجی نباید به وسیله هیچ شخصی کمتر از این سن به صورت قانونی به ثبت برسد. اگر در شرایطی که مقامی صالح به دلایل جدی به نفع زوج یا زوجه که قصد ازدواج دارند با آن موافقت کند. یه قانون ایران هم که قبلا گفتیم که سن قانونی 18 ساله و سن ازدواج رو برای دختران 13 ساله تمام شمسی و برای پسران 15 سال قرار دادن. اما باز هم زیر این سن موارد زیادی ازدواج ثبت میشه هر ساله به طور رسمی و خیلی از ازدواج هایی که برای کودکان اتفاق میفته اصلا ثبت نمیشه. در خیلی از مناطق کشور، در مناطق عرب نشین، بلوچ، در خیلی از مناطق اصلا ثبت نمیشه و یا اینکه به صورت ثبت موقت هستن، یعنی اصلا کودکان به صورت دائم حتی به عقد و زوجیت در نمیان. یکی از مسائلی هم که وجود داره توی این مناطق بیشتر این اتفاق میفته که حاصل سنت های مذهبی، فقدان دانش، تحصیلات یا مشکلات اقتصادی خانواده است. در سطح اتحادیه اروپا و سطح بین المللی ازدواج کودکان یکی از اشکال ازدواج اجباری به شمار می رود و مصداق نقض حقوق بشر و نمونه از خشونت جنسی. در سال 1353 بر اساس ماده 23 قانون حمایت خانواده ازدواج زنان قبل از رسیدن به 18 سال تمام و مردان قبل از رسیدن به 20 سال تمام ممنوع بود. یعنی ما در این مورد هم پسرفت داشتیم. قبل از انقلاب سن ازدواج 16 برای خانوم ها و 20 برای آقایون بوده. اما بعد از انقلاب سال 57 قوانین مربوط به ازدواج تغییر پیدا کرد. با دستور روح الله خمینی قانون حمایت از خانواده لغو و موقتا ماده 1041 قانون مدنی مصوبه 1313 مبنا قرار گرفت. مدتی بعد قانون جدیدی در سال 1361 وضع شد که به موجب آن سن اولیه ازدواج یا سن بلوغ برای دختران 9 سال و برای پسران 15 سال تمام در نظر گرفته شد. بر این اساس هر گونه اقدام به ازدواج در زیر این سنهای اولیه غیر قانونی بود. نهایی ترین تغییر در قانون مدنی در سال 1381 تصویب شد
که بر مبنای آن مشروعیت ازدواج بین دختران و پسران زیر سن تعریف شده بلوغ 13 و 15 با رضایت یک قاضی صالح عنوان یک شرط تعیین شد. یعنی حتی اونو ممنوع هم نکردم، فقط یه شرط براش گذاشتم و اونم یه قاضی رضایت بده و تعیین صلاحیت کنه. دولت فعلی که دولت آقای رئیسیه با توجه به شرایط سنی جامعه بدون در نظر گرفتن عواقب سن پایین ازدواج تشویق به ازدواج از سن پایین تر میکنه و طرحهای تشویقی مثل وامهای ازدواج بیشتر برای این هم قرار داد یا در دروس مدرسه دختران به طور رسمی دختران رو تشویق به تشکیل خانواده میکنن. که باید این هم در نظر بگیریم که دختر بچه ها قربانی اصلی کودک همسری هستن، بچه هایی که به طور ناگهانی بار زندگی بهشون تحمیل میشه و عواقب خطرناکی هم داره. خودکشی دختران که در کودکی ازدواج کردن یکی از شایع‌ترین معضلاتی که الان جامعه باش روبروه، ولی دولت چشمش رو بسته روی این. اصل سوم، کلیه ازدواج ها باید در دفترخانه رسمی مناسب به وسیله مسئول صالح به ثبت برسد. مورد دوم این اصل توصیه می کند هر کشور عضو توصیه مربوط به رضایت با ازدواج حداقل برای ازدواج و ثبت ازدواج به این مورد اشاره به قطعنامه کنید نزد مسئولان صالح برای وضع و تصویب قانون مطرح کنند یا در زودترین زمان عملی ممکن و در صورت امکان یا در زمانی که بیشتر از 18 ماه پس از تصویب به این توصیه نباشد اقدام دیگری انجام دهد. خانم سوابقی عزیز، اگر که کم کم جمع‌بندی کنید من از شما یه مورد دیگه که توی این کنوانسیون عنوان شده محدودیت ازدواج از نظر ملیت و مذهب و دینه. من اینم بگم و بحث رو جمعش کنم. یه به طور خلاصه بخوام بگم در قانون ایران برگرفته از فقه اسلامی نکاح زن مسلمان ایرانی با یه غیر مسلمان جایز نیست، حتی جامنگاری هم شده و در صورت این ازدواج ممکن خواهد بود که یا اینکه مرد مسلمان شود و یا اینکه به مراجع ذی‌الصلاح مراجعه کنن و دولت بهشون اجازه بده. اما همچین موردی ما برای مرد نداریم. مرد میتونه با هر کسی که از هر قومیت و ملیت و مذهبی ازدواج کنه و اینم به خاطر اینکه در قانون فقه نسب رو به مرد میده و ارجحیت رو به مرد میده و طبق ماده 17 قانون ازدواج و ماده 60 قانون مدنی ازدواج ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که منع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت و بدون اجازه وزارت کشور ثبت آن ممکن نیست. یعنی که حتی اگه شما اون شخص هم مسلمان بشه، شما خانم باشین با یه مرد غیر مسلمان به خارجی بخواین ازدواج کنید، حتی اگه اون هم مسلمان بشه شما باز باید مراجعه کنید و اجازه بگیرید و اجازه ثبت هم بهتون نمیدن و حبس تعدیبی از یک تا 3. برای آقایون گفتم که چنین مشکلی وجود نداره به غیر از برای مامورین دولت یا اشخاص خاصی که بر زیر نظر دولت یا نهادهای خاص کار میکنن. من مورد دیگه یا از مورد که زیاد نقص هم زیاد صورت گرفته توی ایران، ولی خب من دیگه طولانی ترش نمی کنم، همینجا جمعش می کنم. خیلی ممنون که گوش دادید. ممنون از شما. سپاس از خانم سونیا سوارپور که در این بخش به بررسی کنوانسیون حداقل سن ازدواج و ثبت ازدواج ها و مقایسه اون با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداختن. دوستان عزیز، همکنان گرامی، اگر که کامنت، سوال و نظری دارید میتونید دست خودتون رو بلند کنید. دعوت میکنم که لطفاً مشارکت فعال داشته باشید. بله، میبینم خانم اسماعیلی دستشون بلنده. دوستان مایک رو برای خانم اسماعیلی باز کنید تا بشنویمش.
سپاس از خانم سواکو به خاطر موضوع خوبی که انتخاب کرده بودن و سخنرانی خوبشون. در ادامه من میخوام اضافه کنم به یکی از نکاتی که اشاره کردن در مورد اتفاقی که توی آموزش و پرورش ایران میفته و تجربه‌ای که خود من داشتم از زمانی که مخصوصا دانش آموزان دختر وارد دوره راهنمایی میشن و بعد وارد دبیرستان. بیشتر نکاتی که دبیرها سعی میکنن بهش اشاره کنن، حالا دبیرایی که مربوط به بخش پرورشی هستن، مثل یک درسی که اضافه شده به نام تفکر سبک زندگی به دروس دانش آموزان پایه دبیرستان، و توی این درسی که باید در مورد واقعا تفکر و سبک زندگی باشه، دانش آموزای دختر ترغیب میکنن به ازدواج زود هنگام و اینکه هر چه زودتر تشکیل خانواده بدن به نفع خودشونه، و این حس رو به دخترات تلقی میکنن که انگار اونها یک بار اضافی رو دوش خانواده هاشون هستن و هرچه زودتر باید خانواده هاشون رو ترک کنن و هرچقدر این مسیر بیشتر طول بکشه در واقع دارن خانواده هاشون رو اذیت میکنن و هیچ مسیر رشدی برای دخترها وجود نداره. در نهایت دخترها همه باید ازدواج کنن و این سرنوشتیه که برای دخترها نوشته شده و این واقعا نشون دهنده اینه که آموزش و پرورش ایران از اصل و پایه کلا مشکل داره و باید از اول اساس آموزش و پرورش ایران رو چید، چون حتی وقتی که یه سری از دانش آموزان مخالفت میکردن و میگفتن که این اون چیزی نیست که دخترها براش تلاش میکنند و ما واقعا اینجا هستیم که آینده خودمون رو بسازیم، معلمان میگفتن این چیزی که ما باید به شما بگیم. حتی خیلی از معلم‌ها دلشون نمی‌خواست که اینجوری رفتار کنن و یا این جملات رو بگن، اما مجبور بودن، انگار اگر که این حرفا رو نمی‌زدن و یا ما رو مجبور به شنیدن این حرفا نمی‌کردن، از اون طرف برای خودشون بد می‌شد و این واقعا جای تأسف داره. مرسی که گوش کردیم. سپاس خانم اسماعیلی عزیز. دقیقاً نظام آموزشی ما بازوی اجرایی و بازتولید کننده سیستم مردسالاری هست، مردسالاری دینی و مذهبی در یک جامعه استبدادزده دینی که خودمون میدونیم با بدترین نوع استبداد، یعنی استبداد دینی روبرو هستیم و اکثر مواردی که امروز خانم سواکو عزیز بهش اشاره کردن و در ادامه خانم اسماعیلی برمیگرده به همون منشأش که فقه و دین هست که آقایون اینها رو مبنا قرار میدن و با این قوانین به این تبعیض بیش از اون چیزی که ما در دنیا داریم میبینیم دامن میزنن و ما نمودهاش رو در جامعهمون داریم میبینیم. نه تنها خانم اسماعیلی، ما با آموزششون مشکل داریم که ما با کلیت این نظام مشکل داریم و امیدوارم که این نظام قانون گریز که به هر شکلی تمام مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر رو نقض میکنه، هرچه زودتر از روی کره زمین پاک بشه و همه دنیا یک نفس راحتی بکشن. خب ما در این قسمت سخنرانی خانم محمدی رو داریم با عنوان معضلات زنان سرپرست خانواده. اگر مایک رو برای خانم محمدی عزیز باز کنید میشنویم و من از دوستان عزیز خواهش میکنم شنونده فعال باشید و حداقل در حد 2 دقیقه به خاطر زحمتی که دوستانمون کشیدن و بابت این سخنرانی ها و جمع آوری مطالب مشارکت کنید. این میتونه خیلی جذاب کنه و گفتگو کنیم با هم دیگه، حرف بزنیم هممون. اکثریتمون الان اینجا زن هستیم و در کانون و کمیته زنان هستیم و انقدر موارد نقض حقوق زنان زیاده که ما هر چقدر هم بشینیم صحبت کنیم و نظر بدیم، حتی از زیست خودمون فکر میکنم کمی. پس دعوتتون میکنم که در این قسمت برنامه مشارکت فعالانه تری داشته باشید. میشنویم خانم محمدی عزیز شما رو. با درود فراوان خدمت همه همکاران، همینطور که گفتید جلسه موضوع امروز زنان سرپرست خانوار و مشکلات اونها و راهکارهای برای بهبود شرایط اونهاست. وضعیت زنان سرپرست خانوار در شرایط بد اقتصادی در ایران از همه سخت‌تره. تعداد زیادی از زنان سرپرست خانوار هستند که دارای تخصص و انگیزه کافی برای کار کردن برخوردارن، اما فرصت و شرایط به اونها امکان رشد و فعالیت رو نمیده.
هر شرایط و البته بسیاری هم هستن که از حداقل توانمندی هم محرومند. قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست در آبان سال 1371 تصویب شد، اما به دلیل موانع بیشماری که بر سر راه بود هرگز به مرحله اجرا در نیامد. در اردیبهشت سال 1397 حسن لطفی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد وضعیت دشوار و پرخطر زنانی که وظیفه سرپرستی خانواده خودشون رو به عهده داشتن هشدار داد و گفت این قشر از زنان جامعه علاوه بر سرپرستی یا بی سرپرستی و بد سرپرستی حضانت فرزندان خودشون رو هم به عهده دارن. به همین دلیل هم بی کاری و عوارض ناشی از اون ممکنه آسیب‌های فراوانی رو به این قشر از زنان بده. در این حال سازمان بهزیستی به دلیل محدودیت بودجه مالی نمیتونه اقدامات مناسبی برای توانمند کردن و اشتغال زایی برای زنان سرپرست خانوار انجام بده. 82% این زنان سرپرست خانوار بیکارند و منبع درآمد ثابت و مطمئنی ندارند. با توجه به بحران‌های شدید اقتصادی که وجود داره، صدها زن توانمند و شاغل هم دوباره به این مقدار اینکه الان هستش افزوده میشه و این باعث شده که برای در امون موندن از آسیب‌های اجتماعی اونها ناگزیرن که مشاغل غیر رسمی و پرخطر مثل دستفروشی توی راهروهای نمور و نامناسب مترو پناه ببرن. در 5 سال اخیر شمار بانوان سرپرست خانوار خب چند برابر شدن. زنانی که بسیاری از اونها مهارت و سواد کافی برای ورود به جامعه رو ندارن و به دلیل زیرساختی بد بیشمار از جمله عدم برنامه‌ریزی مناسب دولت برای رسیدن به توانمندسازی اونها، جامعه هم به روی خوشی رو به اونها نشون نداده. روایت زنان سرپرست خانوار روایت دشواری و سختیه. داستان زنانی که زندگی روی خوش به اونها نشون نداده و از عرفای اشتباه و محدودیت و فقر آسیب دیدن. بسیاری از اونها که همونطور که میدونید توی کودکی تن به ازدواج‌های اجباری دادن، با مردای ازدواج کردن که سالها از خودشون بزرگتر بودن. امروز بسیاری از این زنها که پیر شدن و از بین رفتن اما فرزندای اون هم هستن که بدون حامی موندن. اعمال کمک های دولت هم که همونطور که میدونید مستمری های کمیته امدادی و بهسوسی و یارانه است که بر کسی پوشیده نیست که این مبلغ که این سازمان ها برای مثلا میدن برای داشتن یه زندگی سطح متوسط هم کافی نیست. بر اساس گزارش مرکز آمار از سال 1335 تعداد زنان سرپرست خانوار در کل کشور اندکی بیش از 312,000 تن بوده، اما این عدد در سال 1345 به مرز 320,000 تن رسید، در سال 1355 به مرز 500,000 رسید، در سال 1365 به بعد در سالهای 1375، 1385 و 1395 با رشد چند برابری به ترتیب 685,000، 1,037,000، 1,600,000، 2,540,000 و نهایتاً 3,061,000 تن رسیدند. به گفته زهرا آشتیانی دبیر فراکسیون خانواده مجلس که در 19 تیر ماه سال 1397 بیان کرد که 16% زنانی که مسئولیت سرپرست خانواده را بر عهده دارند زیر 20 سالن، به تاکید کرده که این آمار صرفاً به زنانی تعلق داره که شناسایی شدن، یعنی خودشون رو به مرکز حمایتی معرفی کردن، که فکر میکنم تو اون موقع هم حتی خیلی بیشتر از این بوده، چون که خیلی ها قدرت دستیابی نداره، مثل روستاها که اکثرا این مراکز خیلی کم هستش. از طرفی هم که خب خیلی ها توانایی رفتن یا میشه گفت اجازه رفتن به این جور جاها رو نداشتن. خانواده از اصلی ترین نماد اجتماع، محل رشد و زندگی افراد، شکلی باورها و هنجارهای اجتماعی هستش. هرچند با پیشرفت تکنولوژی جدید انتقال از خانواده به جامعه هدایت شده، اما این نهاد هنوز هم توی جایگاه اصلی خودش ثابت قدمه. البته باید این رو هم در نظر داشته باشیم که تشدید آسیب‌های اجتماعی باعث شده که نقش و کار کرده این خانواده تغییر کنه. در این رابطه پدیده بی سرپرستی و بد سرپرستی یکی از نتایج دگرگونه در شکل اون بوده.
معنای بی سرپرستی رو میتونیم در فقدان مراقبت و یا حمایت کننده مؤثر جهت نگهداری فرد بیان کنیم و بد سرپرستی رو هم به هر گونه آزار، اذیت جسمی، روانی، اهمال و غفلت از طرف مراقبین و افراد مؤثری که وظیفه نگهداری و مراقبت اون فرد رو بر عهده دارن عنوان کنیم. عنوان متعددی برای بروز اینها مؤثره که از جمله میتونیم به فوت و از دست دادن اعضای خانواده اطلاع کنیم. طلاق یا از همه بدتر وابستگی به مواد مخدر و رها شدن و بروز اتفاقات طبیعی مثل سیل و زلزله و مهاجرت و جنگ میتونیم اشاره کنیم. یکی دیگه از گروه های زنان سرپرست خانوار زنانی هستند که همسرانشون در کنارشون حضور دارن اما به دلایل مثل بیماری های مثل جسمی و روانی یا عوامل دیگه امکان تامین معاش زندگی رو ندارن که بدبختانه بیشتر و شایع ترین آسیب ها رو هم همین گروه از زنان سرپرست خانوار هستن که میخورن، چرا که اضافه بر فرزندانشون که همین خودش مشکلاتی با ابعاد گسترده رو دارن، مشکلات نگهداری از همسرانشون هم به اون اضافه میشه. بر اساس آمار و اطلاعات موجود نزدیک به 13% این زنان 13% این زنان توی کشور این قشر از زنان هستن که این قشر تقریبا 50%شون هم متاسفانه بالای 60 سال هستن و در آستانه ورود به دوران سالخوردگی هستن. بنابراین ما باید به این قشر از زنان نگاه ویژه‌ای بکنیم و دولت و همچنین نظام اجتماعی باید برای اونها بستر و چارچوب لازم رو فراهم کنه. نزدیک به 70% این قشر همسرشون رو از دست دادن، 13%شون مطلقن و 45%شون فرزند ندارند و این رو هم باید بگم که 70% توی شهرها هستند و 30%شون هم توی روستا زندگی میکنن. از طرفی 55% این زنان بی سوادن و 45%شون هم سواد دارن، اما باید این رو هم بگیم که توی این 45%ی که سواد دارن 60%شون دیپلم هستن و فقط 6%شون از تحصیلات دانشگاهی برخوردارن. کارشناسان آسیب‌های اجتماعی یکی دیگه از مشکلات زنان سرپرست خانواده رو وجود ساختار شاکله جوامع ایرانی که در فرآیند به وجود آمدن فرصت‌های شغلی توی شاکله مردانه شمار بردن. بنابراین نیروی کار مردانه مورد استقبال بیشتری قرار گرفته توی ایران. این گونه مشکلات اقتصادی و نبود فرصت‌های شغلی متناوب با سطح نیاز جامعه سبب شده تا بخش‌های زیادی از زنان و سرپرست خانواده از یافتن شغل‌های مناسب و با درآمدی مکفی و مؤثر باقی بمونن و فقر ناشی از نبود فرصت‌های شغلی مناسب میتونه سرآغازی باشه برای ورود این زنان به چرخه فقر و مشکلاتشون. به دنبال اون بروز ناامیدی، افسردگی و بروز بیماری‌های روانی و روانتنی و مانند اونها خیلی در این قشر به وجود اومده. از طرف بخشی از این زنان هم به شغل‌هایی تن میدن که متاسفانه با آداب و فرهنگشون همسو همگون نیستن و مثل متاسفانه روسبیگری. این موضوع هم سبب سرخوردگی و آسیب‌های جدی خود این افراد شده. پس نتیجه میگیریم حمایت‌های بد اجتماعی و قانون ضعیف از جمله این عواملی هستن که باعث این بروز این مشکلات شدن. مشکلاتی که زنان تک سرپرست خانوار با اون روبرو هستن از طرفی فقدان یک فرد مؤثر توی زندگیشون هستش، مثل یه پدر که باعث میشه زنان از وجود تکیگاه محکم محروم بشن. پیامدهای اون رو میتونیم به شکل از دست دادن اعتماد به نفس اون افراد، بروز مشکلات جسمی نمایان بشه و از طرفی هم فرهنگ مردسالاری و عدم حضور مؤثر زنان حتی در تصمیم سازی و سیاست گذاری اجتماع و وجود موانع سیستماتیک فرهنگی اجتماعی و ساختار باعث شده تاثیرگذاری برنامه‌های حمایتی از زنان خب کمتر بشه و در این نتیجه مشکلات و فقر خب خیلی شدیدتر شده. همونطور که چندی پیش گفتم 55% این زنان باید بگم که بی سوادن و البته با سطح تحصیلات و مهارت‌های پایینی هم حتی در دست دارن که
همین امر باعث شده مشکلات اجتماعی و عملکرد نامناسب نظام تأمین اجتماعی این عده از جامعه رو بیشتر از دیگران در خطر آسیب جدی قرار بده. لازم به ذکره که با افزایش زنان سرپرست خانوار و مشکلات در این زمینه، ما شاهد جوان‌تر شدن این قشر از خانواده ها هم هستیم. طبیعتا این مسئله هم منجر شده به آسیب‌های اجتماعی بیشتر از طرف از برای این افراد. از طرفی باید این رو هم بگیم که با کمبود منابع حمایت اجتماعی از زنان سرپرست خانوار و مشکلات در زمینه پیدا کردن کار، باعث شده که زنان گرایش به بزهکاری، مصرف مواد، حتی فروش مواد، تنفروشی، سرقت، اشتغال در مشاغل کاذب، سوء استفاده در انواع باندها و سیستم‌های قاچاق داشته باشند که همه اینها پیامدهای ناگوار زیادی داره. سازمان حمایت اجتماعی ناگفته نمونه البته این رو هم بگم که ناگفته نمونه فرزندان اینها هم در معرض مشکلات زیادی قرار دارن. این روند باعث شده که تولید آسیب‌های اجتماعی بیشتر و بیشتر بشه. فرزندان این خانواده به صورت بالقوه در معرض مشکلاتی مثل مشاغل سیاه و غیر رسمی، بزهکاری و محرومیت از تحصیل و سوء تغذیه قرار دارن. روانشناسان در این باورن که بیشترین دلیل برای زنان سرپرست خانوار، خب از یه طرف هم بازی کردن نقش‌های متعدد در یک زمان واحد هستش. هم باید نقش مادر رو داشته باشن و هم نقش پذیرفته شده برای مردان که خب همونطور که میدونیم نقش نونوار رو دارن و تحمل استرس‌هایی که مربوط به نقش مردان که معمولاً وابسته به شغل اونها هستش رو باید داشته باشن. زنان سرپرست خانوار هم باید اداره امور اقتصادی رو بر عهده بگیرن و هم استرس‌های مربوط به شغل حرفه رو و تنظیم درآمد رو تجربه کنن و هم استرس‌هایی که مربوط به نقش یک زن یا بهتره بگم یه مادر رو و که همون تربیت و حمایت عاطفی از فرزندانشون رو هم هستش رو بر عهده دارن. و همین باعث شده، همین چندگانگی باعث شده که اختلافات و تشدید آسیب‌های روانی و اجتماعی در اونها بیشتر و بیشتر بشه. برویسکو در بررسی 39 مورد زنان سرپرست خانوار به این نتیجه رسیده 75% از این زنان متاسفانه از بیماری‌های روانی رنج می‌برن که بیشترین اونها با طلاق همبستگی نزدیک داره که شامل اختلافات عاطفی، شخصیت‌های ضد اجتماعی و هیستوری می باشد. یکی دیگه از مشکلاتی که زنان سرپرست خانوار با اون روبرو اند، به دلیل نداشتن کارهای مناسب نمیتونن از مزایای بیمه اجتماعی هم برخوردار باشن. بر اساس بررسی‌های انجام شده، نگرانی، اضطراب، ناامنی بیشترین دغدغه این زنان هستش. چرا که اونها هیچ دیدگاه خوبی به آینده خودشون و فرزندشون ندارن و همین باعث شده که فرزندان اونها هم در خطر رسیدن به این فقر باشن. اما راهکار مقابله با این مشکل چیه؟ چه کاری میتونیم انجام بدیم که این روند سودی و مشکلات و آسیب‌های این زنان و زنان سرپرست خانواده کمی کمتر بشه؟ یکی این که ما میتونیم بررسی و تحلیل سبب شناسی و استفاده از الگوهای علمی و عملی و آینده پژوهی زنان سرپرست خانوار و تقویت قوانین و منابع حمایتی اجتماعی بکنیم. دوم این که توجه به استراتژی‌های مستمر زنان از جمله مهارت‌های اجتماعی و زندگی و نحوه مقابله با مشکلات و فشارهای زندگی به صورت حمایتگری انجام بدیم. سه، اینکه تحلیل در آموزش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای، فراهم کردن زمینه اشتغال‌زایی و درآمدزایی اونها با حمایت دستگاه‌های مسئول، از طریق فراهم ساختن زمینه اشتغال اونها و ایجاد بازاریابی برای کالاهای تولیدی و کمک دولت جهت ایجاد واحدهای تولیدی کوچک جهت اشتغال‌زایی اونها در شهرها و روستاها بکنیم. چهارم اینکه ایجاد حمایت‌های بیمه‌ای از زنان سرپرست خانوار و کمک دولت جهت مساعدت در طرح مسکن و تسهیل در طرح‌های مسکن سازی. 5. پیشگیری از بروز تشدید کودک آزاری و همسر آزاری و در نتیجه ازدیاد زنان و کودکان بد سرپرست و بی سرپرست از دیگه اقدامات محسوب میشه. لذا ضرورت داره با حمایت‌های نهادهای قضایی و حمایتی زمینه مجازات افراد آزارگر و
حمایت از زنان فرزندانشون رو صورت پذیرد. شش، این که با توجه به اینکه زنان در مناطق حاشیه نشونه و روستاها و شهرهای کمتر توسعه یافته زندگی میکنن، خب مشکلات و مشکلات و نبود کار بیشتر هستش که این باعث میشه که درآمد جهت اجرای برنامه‌های اجتماعی محور به منظور پیشگیری بروز آسیب‌های اجتماعی و آسیب‌های آگاهی عموم مردم به این مناطق ضروری به نظر برسه. علاوه بر این چندین اقدام باعث کاهش مهاجرت به کلان شهرها، همین اقدام باعث کاهش مهاجرت به کلان شهرها و در نتیجه کاهش آسیب‌های اجتماعی در مناطق حومه هم خواهد بود. هفتمی و آخرین راه حل، یکی از استراتژی‌های مهم طرح برنامه‌های مراقبت اجتماعی برای گروه‌های آسیب پذیر هستش و البته گروه‌هایی که در معرض این خطر هستند. استفاده از شبکه‌های حمایتی خانوادگی و بستگان، تمرکز به برنامه‌های محل محور و اجتماعات کوچک محلی به منظور کاهش آسیب‌های خانوادگی و اجتماعی زنان بی‌سرپرست اهمیت داره. بر این اساس تقویت این شبکه‌ها از طریق سازمان‌های غیر دولتی، شهرداری‌ها و مراکز بهزیستی میتونه در کاهش آسیب‌پذیری این قشر مؤثر باشه. علاوه بر این، تمرکز دولت از مؤسسه گرایی به سمت مؤسسه زدایی و انجام امور توسط مردم در بدن جامعه منجر خواهد شد در این رابطه اتخاذ حمایت‌های قانونی از چنین برنامه‌های اولویت خواهد داشت. ایران جز کشورهاییه که متاسفانه نه تنها قوانین اعلامی جهان حقوق بشر رو رعایت نمی‌کنه، بلکه متاسفانه خیلی از قوانین رو هم که خودش تصویب کرده رو خب عملی نمی‌کنه. که البته من اینجا دوست دارم به چند مورد بگم به خاطر ضیق وقت، که ابتدا می‌پردازم به قوانین اعلامی حقوق بشر، ماده 2 عدم تبعیض، ماده 16 حق آزادی انتخاب همسر، ماده 22 حق امنیت اجتماعی، ماده 23 حق امنیت کار، ماده 24 استراحت و فراغت، ماده 25 حق خوراک، مسکن و مراقبت‌های طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه، ماده 26 حق تحصیل رایگان، ماده 27 حق تکثیر. حالا می‌پردازم به قوانین اساسی جمهوری اسلامی ایران که در مورد زنان سرپرست خانوار، با وجود اون که خود ایران اونها رو تصویب کرده اما خودش بعضی از انجام بعضی از اونها خب خودداری میکنه. اصل 21 حقوق زنان، اصل 22 رعایت حقوق ذاتی و شهروندیشون هستش، اصل 28 حق امنیت کار، اصل 29 حق خوراک و مسکن و مراقبت‌های طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه، اصل 30 حق تحصیل رایگان برای همه. در این همینجا دوست دارم چند تا از اهداف 23 یونسکو رو هم بگم که جمع بندی کنید. ممنون. بله بله، تقریبا تموم داره میشه. که ماده 1 از 23 یونسکو، پایان دادن به فقر در تمامی اشکال اون و در همه جا. ماده 2 پایان دادن به گرسنگی، دستیابی به امنیت غذایی و بهبود تغذیه، ترویج کشاورزی پایدار. ماده 3 تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه در تمام سنین هستش. ماده 4 تضمین کیفیت آموزش و فراگیری و عادلانه و ایجاد فرصت‌های یادگیری مادام العمر برای همه است. ماده 5 دستیابی به تساوی جنسی و توانمندسازی تمام دختران و زنان هستش. و ماده 8 ترویج رشد و فراگیری و پایداری اقتصادی، اشتغال کامل و شغل مناسب برای همه است. و در آخر ماده 9 که ایجاد زیرساخت‌های انعطاف‌پذیر، صنعتی سازی فراگیر و پایدار و تقویت نوسازی هستش. مرسی از اینکه این زمان رو در اختیار من گذاشتید. سپاس از خانم پروین محمدی عزیز به خاطر موضوعی که انتخاب کردین، ارائه خوبتون و نگاه همه جانبتون به این مسئله. به شخص تشکر میکنم به خاطر ارائهتون و مطالبی که مطرح کردین، بسیار آموختم. دعوت میکنم از همکاران عزیز لطفاً نظرات و کامنت های خودتون رو با ما شیر کنید. من منتظرم که بله خانم سونیای عزیز دستشون بلند، اگه لطف کنید
مایک رو براشون باز کنید ممنون میشم. من یه تحقیقاتی که خودم در مورد کنوانسیون داشتم و دوستمون اشاره کردن دو تا مورد رو میبینیم، یکی رواج کودک همسری و ازدواج های کوتاه مدت و بدون سبب، این دو تا عامل باعث جوانتر شدن سن زنان خودسرپرست از شد. جامعه ما جامعه احتیاج داره به آگاهی بیشتر در این دو زن، هرچند که دولت داره سعی میکنه که این دوتا رو عادی سازی کنه، این دو مورد کودک همسری و ازدواج های کوتاه مدت رو عادی سازی کنه، روش داره فرهنگ سازی میکنه، باید جامعه بیاد کمی خودش جلو بکشه با استانداردهای اروپایی، با استانداردهایی که فکر بازتری دارن، خودش رو نزدیکتر کنه و در مقابل این دولتی که انقدر زورگویانه و دیکتاتوری منشانه رفتار میکنه برخورد کنه. الان میبینیم توی هر قسمت از کشور ما که از لحاظ فرهنگی، اقتصادی و تحصیلات پایین تر هستن، در همون جاها بزه، کودک همسری، خانواده های بی سرپرست، بد سرپرست، زنان خود سرپرست بیشترن. و این میرسونه که علاوه بر این که دولت کاری براشون نمی کنه، اونا رو ترد کرده، خود جامعه هم برخوش کاری نمی کنه عملا. باید که کمی خودمون روی خودمون کار کنیم، روی اطرافیانمون آگاهی دادنمون بیشتر کار کنیم تا حداقل خودمون به فکر خودمون باشیم و بتونیم از این فاجعه هایی که واقعا داره اتفاق میفته یک کمی جلوگیری کنیم. ممنون از صحبت های دوست عزیزم. سپاس از شما به خاطر هم سخنرانیتون و هم مشارکت فعالانتون. فقط این که میکروفونتون نمیدونم یه مشکلی داره، چون که یک خشخشی میاد، داره به خاطر چی هست، اگر در دور بعد که خواستید مشارکت کنید این مسئله رو هم بتونید حل کنید به نظر من بسیار عالی میشه. خانم آیلار اسماعیلی رو من طبق این چیزی که اینجا میبینم نفر بعدی هست، لطفا دوستان اگر برشون میکروفون باز کنید ممنون میشه. سپاس از خانم محمدی بابت سخنرانی خیلی خوبی که ارائه دادن و واقعا نبود قانون حمایت کردن از زنان سرپرست خانوار باعث شده که ما مشکلات دیگه ای هم توی جامعه داشته باشیم. اینکه با وجود اینکه خیلی از ازدواج ها توی ایران واقعا دچار مشکل هستن و عدم تفاهم وجود داره و یا حتی ضرب و شتم وجود داره و یا خیلی از موارد دیگه ای که هست، اما زنان این جرأت رو پیدا نمی کنن که بخوان طلاق بگیرن یا بخوان سرپرستی فرزندانشون رو بر عهده بگیرن، چون خیلی از مشکلات جلوی پاشون قرار میگیره. اول از همه گرفتن حضانت فرزند هست که همگی از قانون حضانت فرزند توی ایران با خبریم که اگر که پدر نتونه، جد پدری نتونه، عمو، یعنی هر چقدر تلاش میکنن که حضانت رو به مرد، هر کاری که از دستشون برمیاد انجام میدن که حضانت به بانوان و یا مادران نرسه. این مشکلات هست و همچنین مشکلات اقتصادی که در حال حاضر توی ایران وجود داره و تورمی که به 50% رسیده توی ایران، بیشتر از همه قشر سرپرست خانوار و تک سرپرست خانوار رو در بر میگیره و عدم وجود کار برای بانوانی که واقعا سرپرست خانوار هستن. یعنی این مشکل هم وجود داره که واقعا کاری برای این بانوان وجود نداره که بتونن انجام بدن و هر جا هم که میرن برای درخواست شغل با موانع و مشکلات زیادی روبرو میشن و متاسفانه در طول چند ماه گذشته ما اخبار خودکشی خیلی زیاد داشتیم در مورد زنان تک سرپرست و یا زنان سرپرست خانوار و امیدوارم به زودی با واقعا ایرانی جدید ما بتونیم هموطنان بسیار شادتر و آزادتری رو ببینیم. مرسی از اینکه گوش دادید. سپاس خانم اسماعیلی عزیز به خاطر نکات ظریف و دقیقی که بهش اشاره کردیم. به امید اون روز میریم که بشنویم خانم
خیامیان عزیز رو، اگر که دوستان براش مایک رو باز کنید ممنون میشم. سلام خدمت همگی دوستان و با تشکر از سرکار خانم محمدی که نکات خیلی خوبی رو ارائه دادن. چیزی که من بین صحبت‌های ایشون به ذهنم رسید این بود که اون قسمت از زنان سرپرست خانوار که فرمودن فکر کنم 13% از این قشر رو در بر میگیره، کسایی که اتفاقا همسراشون کنارشون زندگی میکنن و حالا به خاطر شرایط یا بیماری یا هر مورد دیگه اونها قادر به تامین نیازها نیستن و اون زنان که باید یه تنه تمامی نیازهای اون خانواده رو به دوش بکشن، اتفاقا بخش ناراحت کننده و ناعادلانش میتونه اینجایی باشه که حتی توی این شرایط هم این زنان مثل بقیه هم نوعانشون از حقوق کمتری در مقایسه با مردانی که توی یک فعالیت یکسانی دارن کار میکنن و شغل یکسانی دارن، اینها دارن حقوق کمتری دریافت میکنن. و مورد دیگه که به ذهنم میرسه در مورد فرزندان این قشره، فرزندان مخصوصا دختران که در خطر ازدواج زود هنگام هستن به خاطر اینکه بخوان از این شرایط سختی که توی خونه دارن ترجیح میدن، شاید ترجیح بدن که این بچه ها زودتر ازدواج بکنن و این خیلی بازبود ناراحت کننده ای داره. اون هم میتونه به نوبه خودش آغاز یک بحران خیلی بزرگتر و عمیق‌تری باشه، چون که فرزندان سرکوب این بچه ها هم بعد جسمی داره و هم بعد روانی داره و بعید نیست که وارد چرخه خشونت بشن. به خاطر عدم آموزشی هم که این خانواده ها ممکنه داشته باشن، اینها فاقد حمایت از سمت خانواده ها هستن و خیلی خیلی ناراحت کننده است. امیدوارم که روزهای روشنی رو ببینیم برای همه مردم جامعه همون دا خصوص امارد زنان. سپاس خانم خیامین عزیز. بیریم به سراغ خانم ارغوان. اگر لطف کنید برشون باید که باز کنید که نقطه نظرشون رو هم بشنویم ممنون میشم. سلام، شب همگی بخیر. بله، منم در ادامه صحبت‌های دوستان میتونم اضافه کنم که متاسفانه مشکلاتی که ما داریم، یعنی مشکلاتی که در واقع در پیش روی ما هستن، خب بلتب به دلیل شاید میتونم بگم اصلی ترین نکتش اینه که عدم اطلاعات کافی هست. یعنی که فرد از اون حقی که داره کاملا ناآگاهه و این مشکلات در واقع زنان بی سرپرستی که در واقع موضوع اصلی بحث امشب ما هست بیشتر توی قسمت‌هایی از ایران دیده میشه که به صورت متاسفانه روستایی هستن، اطلاعات خیلی پایین هست و یک جمله توی گوش همه، شاید بگم همه افراد، همه خانوم‌ها همیشه بوده: زن با لباس سفید وارد خونه بخت میشه و با کفن از اونجا خارج میشه. یعنی این که زن حتی اجازه این نداره که زمانی که همسرش، حالا به هر دلیلی، میتونه طلاق باشه یا فوت باشه یا هر دلیلی، از زندگی فرد خارج شده، مجدداً ازدواج کنه. مجدداً یک، نمیتونم بگم یک حامی، چون زن به جنس خودش یک حامیه، یک همراه پیدا کنه که بتونه از بار مشکلات زندگی کم کنه. و توی جامعه ما برای این زنها متاسفانه خدمات در حد اقل و سوء استفاده در بالاترین رتبه است. یعنی افرادی که در واقع حالا یک فرزند، دو فرزند یا حالا بیشتر دارن، متاسفانه نمیتونن مثل افراد عادی وارد جامعه کار بشن، چون شرایط زندگیشون اونجوری نیست که در واقع بتونن همه چی رو با هم در کنار هم انجام بدن. و این باعث میشه که این افراد ناخواسته به خلافترین راه ممکنه رو بیارن. و مشکل اصلی جامعه جمهوری اسلامی ایران میتونه این باشه، با توجه به این که خودشون راغب میکنن به ازدواج زود هنگام، به فرزند آوری بیشتر بدون هیچ اطلاعات و بدون هیچ حقوقی،
از اون زاویه به هیچ عنوان امکاناتی به این افراد ندادن و من فکر میکنم اینجور که جمهوری اسلامی ایران داره پیش میره چیزی به اتمامش نمونده. چرا؟ نه اینکه الان همه دارن جنبش میکنن به خاطر اینکه الان همه بیدار شدن، همه متوجه شدن کجا چه حقی دارن و امیدوارم در آینده‌ای خیلی نزدیکتر ما بتونیم به کشور خودمون برگردیم و تو کشور خودمون با یک حق آزاد و یک زندگی نرمال، نمیگم عالی، میگم یک زندگی نرمال، چیزی که از همه خانم‌ها گرفته شده، توی کشور خودمون به وطن خودمون خدمت کنیم و در کنار هموطنهای خودمون باشیم. ممنون که گوش دادید. سپاس ارغوان عزیز، به نکات بسیار بسیار خوبی اشاره کردید. ممنونم ازتون به خاطر مشارکتتون. به امید اون روز که در کشور ایرانی آزاد و برابر در کنار هم دیگه برای سازندگی کشورمون قدم برداریم و روزهای خوبی برای نسل‌های آیندهمون رقم بزنیم. من هم مثل شما اون روز رو آرزو می‌کنم. خانم ایزدی عزیز دستشون رو بلند کردن، اگر مایک رو براشون باز کنید ممنون میشم. درود به همگی. من می‌خواستم تجربه خودم رو بگم. من خودم تجربه کودک افسری داشتم. متاسفانه تو ایران الان من احساس می‌کنم این آگاهی رساندن خیلی خوبه. اون موقع ما آگاهی نداشتم. با اینکه سن خیلی کم داشتم، باید خودم همه چیز رو می‌فهمیدم. باید خودم کلاً از باید می‌فهمیدم الان تو چه شرایطی هستم، باید چه کار کنم. تو سن کم حامله شدم، صاحب بچه شدم. خودم بچه بودم، داشتم یه بچه دیگر بزرگ می‌کردم. نه آموزشی دیده بودم، نه کسی به هم یاد داده بود. فقط وارد دنیای جدید شده بودم که هیچ حقی نداشتم، هیچ اطلاعی نداشتم. با این تبعیضایی که ما بین مرد و زن هست، باید همش جوری رفتار می‌کردم که مواظب باشم یه موقع آبروشون نره. با وجود همه، با این که توی شرایط خیلی سختی که زن اجازه نداشت خیلی کارا رو بکنه، تونستم خودم رو بسازم، تونستم رو پای خودم بسازم. اوایل احساس میکردم من خیلی ضعیفم، من هیچ کاری نمیتونم بکنم، اصلا اعتماد به نفس نداشتم. وقتی که وارد زندگی سخت شدم، از دل این زندگی خیلی چیزا یاد گرفتم. یاد گرفتم خیلی قوی تر از این حرف هستم. البته اینم بگم، خیلی طول کشید، خیلی سختی ها پشت سر گذاشتم. یاد گرفتم که بی‌ارزش نیستم. یاد گرفتم که خیلی کار میتونم کنم. و نه تنها به خودم، به خانوادم، به اقوامم، به خیلی یاد نشون دارم که من با وجود که یه زن هستم از خیلی مرد قوی ترم. حتی وقتی که منو من میکردم، اولین که با تو شهرستان بودم که شروع کردم به کار با دو تا بچه، از هم سن 14 سالگی شروع کردم به کار کردم، خودم دستم تو جیب خودم و زندگیمو ساختم. بعد از اون که اومدم گفتن نه زن نباید بره تو شهر، هزار جور حرف پشت سرش میزنن و هزار جور حرف های بی خوده بید. من کار بکنیش که نداشتم، بلنشان دست بکنی بچم رو گرفتم، وارد شهر شیراز شدم و اونجا با خیلی سختی بعد از دو سه سالی موازه زدم و تونستم به اندازه 3-4 تا مرد خودم کار کنم و زندگی رو بسازم و این شد باعث افتخار خود. من میخوام بگم که زنان اگه آگاهی داشته باشن، اگه اطلاع داشته باشن، یعنی بدونن که چه کارا میتونن بکنن، هیچ وقت بچگی نمیگن ازدواج کنن. البته من خودم تصمیم نگرفتم، من اینقدر بچه بودم تو سن 13 سالگی ازدواج کردم
تصمیم گرفتن برام، خودشون بریدن، خودشون دوختن، خودشون من شوهر دارم. به هر حال اینا همش گذشته، ولی خب من نظرم اینه، میگم که اگه دختران امروزمون اطلاع داشته باشن، آگاهی داشته باشن که اونها باید چه زندگی باشن، هیچ وقت نمیان از بچگی ازدواج کنن که بخوان خودشون رو گیر بندازن. میدونن ازدواج چیه، باید چه زندگی میخوان باشن، که متاسفانه دولت ما جلوی یه آگاهی ها رو میخواد بگیر. همین اینترنتی که میخوان جلوش بگیرن، من میتونم بگم چندین و چند سال که تو ایران داشتم کار میکردم، اصلا خبر نداشتم تو ایران داری چه اتفاقی میفته. همون سری قبل که چقدر جوان کشته شدن، چقدر چه اتفاقی افتاده بود، اصلا چون همش درگیر کار بودم، فقط درگیر کار بودم که کار بکنم، این زندگیمو بگذرونم، چاله چاله زندگیمو بتونم پر بکنم. ولی با کمک این اینترنت، این آگاهی اینا، متوجه شدم که چیا تو کشور من داره میذاره، که من صاحب یه حق حقوقی هستم. اون موقع نمیدونستم حق دارم، اون موقع نمیدونستم چه حق دارم، فکر میکردم همه هست، همه همین جور هستم، فکر میکردم به سلام من تنها نیستم. ولی وقتی که اینترنت رو با اینترنت آشنا شدم، تو جامعه اومدم، دیدم نه، اینجوری هم نیستن، من برابرم. اصلا با خیلی چیز آشنا شدم. امیدوارم هرچه زودتر شاهد این باشیم که شاید پیروزی کشور مردمون باشیم، که نتونن دیگه بیشتر از اون جلوی آقای رسانی و جلوی آزادی ها رو بگیم. خیلی ممنون که من گوش دادیم. من کنه ها میکنم. خانم ایزدی عزیز، بسیار بسیار ازتون ممنونم، به خاطر این که در این جمع به ما اعتماد کردید. گذاشتید، نشون دادید که چطوری میتونید یک قهرمان باشید، یک رول مدل باشید برای زنان ایرانی. هم کودک همسری رو تجربه کردید و هم کودک کار بودید وقتی از سن 14 سالگی شروع کردید به کار. به شخصه آفرین میگم بهتون، تحسینتون میکنم به خاطر شجاعتتون و به خاطر این روایتی که امروز برای ما تعریف کردید و نشون دادید که با همه این مسائل و مشکلات که شما حق انتخاب هیچ کدوم از اینها رو نداشتید، نه کار کردن، نه انتخاب همسر، ولی تونستید تغییر رو در زندگی شخصی خودتون به وجود بیارید و افرادی مثل شما الهام بخش هستن، افرادی مثل شما قهرمان هستن و این روایت ها میتونه کمک کنه به تک تک ما. ممنونم از مشارکتتون و بسیار آموختم. مرسی که هستید و با ما در میون میذارید تجربه های گرانبهاتون. خانم محمدی عزیز، شما رو میشنویم. دوستان مایک رو براشون باز کنید. من هم میتونم بگم من کودک همسر نیستم، اما فرزند کودک همسرم و به نظرم تا زمانی که این کودک همسری توی این قشر ایران جلوش گرفته نشه، نه تنها همون فردی که به عنوان یک کودک همسر وارد یک زندگی مشترک میشه، نه تنها اون صدمه میخوره، بلکه فرزندان اونها، و این زنجیره ادامه خواهد داشت، چرا که بیمارگونه، همه به نوعی بیمارگونه بزرگ خواهند شد. من سختی های گذشتم، اینکه مادرم در 12 سالگی ازدواج کرده، در 13 سالگی فرزند دنیا آورده و مادرم بیمار بوده از نظر فکری. چون ببینید این 100% هستش که نه، حتی 1% هم نمیتونیم به این چیز کنیم که یک دختر کوچک از نظر روحی بیمار نشه. سختی هایی که توی زندگی توی کودک همسری برای یک بچه میشه گفت تحمل میکنه، باعث بیماری روحی فکری، و این همین باعث میشه که یک فرزندی هم که دنیا میاره
اون هم با یک افکار غلط بزرگش کنه. اما خب من مادرم واقعا جنگ مادرم با زندگیش رو دیدم و سختی ها رو دیدم، این رو واقعا میدونم، اما مبارزش رو وقتی میبینم همون مبارزش برای من یک هدف برای زندگی بهتره و این باعث شده که الان برای فرزندانم یک برنامه خوب داشته باشم. حالا تمام تلاشم رو در این زمینه میکنم. اما اینکه متاسفانه یک کودک همسر به نظر من یا که توی این جامعه ما داره به نوعی واقعا داره یه قانون همه شمون داره میشه از طرف دولت، اینها نمیخوان فکر یک کودک شکل بگیرن، اینها میخوان به نوعی جلوگیری کنن از تشکیل افکار و عقاید یک کودک، که همونطور که میدونید در دوران بلوغ که من 18 تا 20 سال رو حتی میگم، این دوره هستیم که اصلا ما میفهمیم یک کودک، یه دختر میفهمه چیه، چی میخواد از دنیای خودش، چی میخواد. حتی 20 سال هم به نظر من کمه، اما خب 20 تا 20 سال میفهمه چی میخواد. و اینکه اگر اجازه بدن دولت، اگر اجازه بده بچه بفهمه، دختر بچه بفهمه که توی از دنیای خودش چی میخواد، 100% به این ازدواج ها تن نمیده و این باعث شده که ترویج بدن کودک همسری رو، به خاطر اینکه جلوگیری کنن، به خاطر اینکه وقتی یک کودک ازدواج میکنه، وقتی با یک که اکثریت متاسفانه با سنین بالا ازدواج میکنن، یعنی با مردانی با سنین بالا ازدواج میکنن، این خیلی بیشتره تا اینکه سن تقریبا یکی دو سال متفاوت داشته باشن، و این ازدواج های این چنینی همیشه به صورت حکمرانی هستش، نه مرد، یعنی بیشتر نگاه مرد به عنوان حکمران به یک زن هستش و همین باعث خورد شدن طرف مقابل شده میشه. ترس و خود ترس به نظر من بزرگترین دلیل هستش که یک دختر نتونه شکل بگیره، اصلا نتونه بفهمه چی میخواد. حتی ما داریم درصدهایی که بتونه چی بدونه پیدا کنه خودشو، به جدایی ختم میشه که توی جدایی ها هم خیلی صدمات میبینه، مثل این خواهر عزیزمون خیلی صدمات میبینه، اما توی این راه همه موفق نیستن متاسفانه، خیلی ها هم هستن که متاسفانه موفق نمیشن و این باعث میشه که اونها هم به ناچار فرزندانشون رو در سن، نه حالا با هم اینکه بیمارن از نظر فکری، همین که دوست دارن فکر میکنن اگر فرزندشون از اون شرایط ازدواج کنه بره شاید برای اون بهتر باشه، و این انگار که این باعث میشه که زنجیروار این اتفاقات ادامه پیدا کنه و به نسل‌های بعدی هم متاسفانه برسه، که ما البته الان داریم مشاهده میکنیم که اصلا نیاز نیست، دولت نمیذاره این اتفاق اینجوری پیش بره، یعنی داره به شدت این روال رو ایجاد میکنه، میخواد سریعا. من احساس میکنم واقعا ما داریم نه تنها مثل خیلی از کشورها که حالا اسم نمیبرم، ما داریم به جای پیشرفت 10 سال 10 سال پسرفت میکنیم، افکار غلط، فکرهای غلط، و اگه این راه آگاهی رسانی یعنی نباشه، ای امید بر این که بتونه حتی توی کشور ما به اون روزی برسیم که توی کشور هم اطلاع رسانی، یعنی اطلاع رسانی بشه، تلویزیون ها، رسانه ها دیگه به جای این که بیاد افکار غلط رو به خورد مردم بده، آگاهی رسانی کنه. به اون روز هم امیدوارم که برسیم، اما میگم باید هدف ما که در خارج از کشور هستیم فقط متمرکز بشه به این که بفهمونیم، مشکلات رو بشکافیم، اینکه از چاله به چاه نیفتن. مرسی، ممنون. مرسی محمدی عزیز از مشارکتتون و تجربتون و نکته نظراتتون که با ما در میون گذاشتیم، بسیار بسیار ارزشمند بود. خانم بیرجندی عزیز رو میبینم که اندرویز کردن، لطفا براشون مایک رو باز کنید دوستان که بشنویشون. خب من درود دارم خدمت همه دوستان و خسته نباشید میگم، بحث و نکته نظرات بسیار عالی بود، ممنونم از همگی. یه مطلبی رو که من میخوام خدمتون بگم، در واقع اول از همه میخوام به این اشاره کنم که
اگه حالا از لحاظ فرهنگ باشه یا هر چیزی که در زندگی ما زنان مخصوصا، اینجا اشاره به فقط زنان دارم، هرچند که این فراگیر در جامعه و یعنی برای مردان هم هست، حتی کودکان هم ممکنه این رو یاد بگیرن و یاد گرفتیم ما اینو که دیگران رو از خودمون راضی نگه داریم، یعنی خودمون نمیخوایم باشیم، سعی میکنیم جوری که دیگران دوست دارن باشن. این یکی از تأثیرهای بدیه که برای زنان جامعه ما داره. حالا میگم از لحاظ فرهنگ، شاید از مادر، خانواده و همینطور سلسله مراتب به دختر و خانواده میرسه که چه پدر مادر رو بخواد راضی نگه داره، چه بعدها همسر آیندهش رو در زندگیش بخواد راضی نگه داره. خب این یه مورد خیلی مهمه که شاید باید از خودمون شروع کنیم که اون چیزی که خودمون هستیم و اون چیزی رو که میخوایم رو انجام بدیم و کاری داشته باشیم با اینکه دیگران اون رو بپذیرن، نه اینکه ما به خاطر دیگران تو هر شرایطی تغییر کنیم. و فکر میکنم شاید اکثر بانوان اینو تجربه داشتن که مرد زندگیشون رو، حالا حداقل اگر بخوایم در مورد ازدواج صحبت کنیم، باید راضی نگه دارن، حالا از لحاظ پوشششون هست، رفتارشون هست، حتی پخت و پزشون، خانه‌داری یا مسائل دیگه. و نکته بعدی که میخوام بهش اشاره کنم که بی ربط به این قضیه هم نیست، در جنبش به این زیبایی زن زندگی آزادی که الان هست، دوستان مهم فقط این نیست که آگاهی داشته باشی و بدونی حق چیه، مهم اینه که اون حق رو اجرایی کنی. من خیلی انتظار دارم واقعا از تمام مردم ایران، خودمون یعنی ما ایرانی ها، نمیخوام جدا خودمون رو بدونم در واقع از مردم داخل کشور، خیلی انتظار دارم که بعد از این جنبش و اگر آگاهی هست، درکی شده این جنبش و سطح آگاهی یا شعور رفته بالا و فهمیدن که حق و حقوق حتی زنها چی هست، خیلی خوبه که از همین الان مردها شروع کنن به دادن این حقها به زنانشون، به خواهرانشون و به زنان جامعهشون. این فکر میکنم میشه از اینجا متوجه شد که واقعا به اون آگاهی رسیدن و اون حق رو فهمیدن و دارن اجراش میکنن. یه نمونش هم که من چند وقت پیش توی جلسه از جلسات اعتراضی گفتم، ایراد گرفتم به آقای عبدالحمید مولوی که در مورد حقوق زنان اومدن سخنرانی کردن، اما زنان سیستان و بلوچستان داخل خونه‌ها بودن و حق بیرون اومدن و اعتراض رو نداشتن، که خوشحالم از این که دیدم از هفته‌های بعد اون زنان هم تو خیابون بودن و حقشون رو مطالبه کردن. پس در انتهای صحبتم این رو عرض می‌کنم که خوبه که آگاهی باشه و بدونیم حقمون چیه و اون حق رو اجرا کنیم، نه که تو پستو نگرش داریم. مرسی، ممنون که این تایم رو به من دادیم. سپاس از شما خانم بیرجندی عزیز به خاطر حضورتون، حضور فعالانتون و نقطه نظری بسیار بسیار خوبی که با ما در میون گذاشتید. خب دوستان عزیز، اگر کسی نقطه نظری داره میتونه دستشو بلند کنه، اگر نه میریم سراغ بحث آزادمون. من یک چند ثانیه منتظر میمونم ببینم دوستی. خب اون چیزی که من دارم میبینم کسی دستش رو بلند نکرده. بحث آزاد ما حق خدمات بهداشت و درمان، کمبود وسایل بهداشتی برای زنان در زندان هست. خب این من الان یک نفر رو هم میبینم دستش بلند بوده و شاید من ندیده بودم دوستان، یا دستش رو ننداخته بوده. بله، خانم زهرا، خانم زهرا باجلان، اگر که مایکو برشون آزاد کنید صحبت کنیم. حالا اگه در خصوص همین موضوع میخواید صحبت کنید صحبت کنید، اگه از قبل بوده من ندیدم عذر من رو بپذیرید. درود به همه دوستان، وقتتون بخیر، خسته نباشید. من در واقع دستم برای بحث آزاد بالا بود، اگر همچنان در مورد بحث آزاد هستش صحبت بکنم، اگر
که اول خودتون خیلی خوشحال میشم اتفاقا چقدر کار خوبی میکنید، اصلا شما سخت همیشه. ممنون از شما. بحث آزاد با موضوع بهداشت زنان، زنان زندانی در واقع موضوعی هستش که من خودم روش کار کردم برای کمیته زنان و چیزایی که بهش برخوردم انقدر در واقع غیر قابل باور بود که این اتفاق داره در این عصر میفته که پیشنهاد این موضوع رو دادم برای بحث آزاد این ماه. ببینین وقتی به خاطرات بچه‌هایی که توی زندان بودن و مرور میکنیم، خانم محمدی، خانم آتنا دائمی یا زندانیای سیاسی زن که توی بندهای مختلف از قرشک ورامین تا زندان بوشهر یا گیلان بودن، اتفاقایی که میفته برای بهداشت زنان در زندان اتفاقای خیلی سختی هست. مثالش این که بعد به ورود زنان زندانی به زندان یک بسته بهشون نوار بهداشتی داده میشه، بقیهش رو باید بخرن، اگر پولش رو داشته باشن میخرن، اگر نداشته باشن با موزل این که براشون وجود نداره مواجه هستن. برای تنبیه زندانیان زن در عادت ماهانه که باشن در دوران پریودشون نوار بهداشتی ازشون گرفته میشه، برای تنبیه لباس زیر زنان رو ازشون میگیرن. اتفاقی که آتنا دائمی در خانم محمدی در شکنجه‌های سفیدشون نوشته بودن که لباس زیر زنان رو ازشون میگیرن. یعنی انقدر این اتفاق تلخ و توهین کننده و اتفاق واقعا غیر انسانی هستش که فکر میکنم بشه مدتها راجبش صحبت کرد. یکی این موضوع، یکی از جاهای تنبیهی که دوباره در مورد زندان زنان سیاسی این اتفاق میفته کثیفی سرویس بهداشتی ها و عدم دادن مواد شوینده حتی که خود زندانی ها بخوان سرویس بهداشتی رو تمیز بکنن، یعنی در این حد حتی شوینده هم بهشون نمیدن یا آب رو قطع میکنن و این بیماری های عفونی که خانما میگیرن توی این مدتی که بازداشت هستن یا مادرانی که با بچه هاشون هستن به همین شکل مورد شکنجه قرار میگیرن، در واقع صدمات بسیار زیادی به زنان زندانی میزنه که من دوست داشتم راجبش حرف بزنیم واقعا امروز و توی این جلسه. خودم در این حدش رو میدونم و دوستانم بشنوم که بقیه دوستانم اگر چیزی ازش میدونن راجبش صحبت کنم. مرسی که ماگ رو در اختیارم گذاشتین، ممنونم. سپاس خانم باجلان، اگر درو اشتباه میگم همین الان که مایکت بازه من رو اصلاح کن زهرا جان، که این هم به خاطر پیشنهادتون هم به خاطر مواردی که با ما در میون گذاشتید این روزها که جمهوری اسلامی فلی جوانان ما، نوجوانان ما، زنان و مردان ما رو به زندان‌های برده و اینا توی زندان هستن، دقیقا یکی از مواردی که و یکی از مسائل بسیار مهمی که ما باهاش مواجه هستیم بحث خدمات بهداشتیه که توی زندان ها متاسفانه، چه حالا شما اشاره کردین به بحث نوار بهداشتی در مواردی که ما با زندانیانی حالا سیاسی صحبت میکنیم که آزاد شدن، در خصوص بهداشت غذا، مواد غذایی که بهشون میدن یا داروهایی که استفاده میکنن یا افسودنی‌هایی که به غذاشون اضافه میکنن که باز در خیلی از موارد زندانی‌ها مجبور هستن از خانواده‌هاشون پول بگیرن یا جدا خودشون بخوان غذا بخرن. نمیدونم دقیقاً حالا جمهوری اسلامی به چه دلیل داره این کارو میکنه، از این حربه استفاده میکنه که حتی اگر این افراد رو زندانی میکنه این مواد غذایی به قول شما حتی نوار بهداشتی رو هم در اختیار زندانی قرار نده و در بسیاری از موارد زندانی های دو تابعیتی رو داشتیم که اینها زبان هم بلد نیستن، در زندانن و کسی هم نیست که براشون پول بریزه و اینها مثلا با نداشتن لباس، با نداشتن مواد غذایی و یعنی نقض صریح حقوق بشر. و از سمت دیگه ما وقتی که در دادگاه حمید نوری میبینیم که با چه گستاخی میان و در مورد این صحبت میکنن که چایی به ما نمیدن، اینها ظالمن، اینک و این مسائلی که ما متاسفانه باهاش روبرو هستیم و باید
در موردش صحبت کنیم، یعنی اون رو فاش کنیم. وظیفه ما فعالان حقوق بشر هست و در اون بدمیم، جامعه جهانی رو متوجه این قضیه بکنیم. اگر دوستانی رو داریم در ایران و افرادی رو میشناسیم که به ما اعتماد دارن، حالا با نواز ذکر نام و نام خانوادگی، که براشون مسئله آفرین بشه، ما میتونیم روایت اونها رو به همین شکلی که زهرای عزیز با ما در میون گذاشت بیایم و در یادداشت هامون، در کانون، به وسیله انتقال دادن به کمیته حقیقتیاب این موارد رو انتقال بدیم. و در مواردی حتی اگر افرادی رو میشناسیم، روانشناس باشن یا افرادی باشن که از لحاظ بهداشتی، مثلا ما دیروز در یک جلسه بودیم که در خصوص همین عفونت هایی که زنان باهاش مواجه میشن در زندان به خاطر همین مسائلی که شما مطرح کردید، میتونیم مثلا توصیه هایی رو به اونها داشته باشیم که چطور میتونن مثلا از چه موادی استفاده کنن برای اینکه بتونن خودشون رو در زندان مثلا درمان کنن. که این دوست پزشک ما حالا یک اشاره میکرد، من این رو میگم از طریق لایو یا بعدن اگر دوستان این ویدیو رو دیدن، مثلا توصیه میکردن که مثلا اینها میتونن سرکه سیب رو داشته باشن با خودشون، و زنان اگر با سرکه سیب خودشون رو شستشو بدن میتونن مثلا از این عفونت هایی که، یعنی یکی از معضلاتی که زنان دارن همون بحث عفونت ها هست که دیگه اگر لباس زیر نباشه، اگر نوار بهداشتی نباشه، اگر سرویس های بهداشتی تمیز نباشه، با بهش دچار میشن، که میدونید واقعا یک مسئله بسیار بسیار مهم هستش. خانم ولیزاده عزیز رو میبینم که دستشون بلنده. دوستان لطفا مشارکت فعالانه داشته باشید و نقطه نظرات و موارد و روایت هایی رو که شنیدید رو اینجا به اشتراک بگذارید و راه حل هایی که دارید باشد که حالا در آینده دوستانی که این ویدیو میبینن به کارشون بیاد. ممنونم ازتون. خانم ولیزاده عزیز، اگر براشون مایک رو باز کنید میشنویمشون. سلام خدمت شما و تمامی دوستان عزیز. خواستم که درباره اخباری که زندانیا، مشکلاتی که زندانیا دارن در زندان صحبت کنم، که توی داخل زندان ها حتی ظرف های جداگانه به زندانیان داده نمیشه و به طوری هستش که من در اخبارها خوندم که از ظرف های به صورت چند نفر از یک ظرف استفاده میکنن هستش و ظرف های یه بار مصرف یا ظرفی که جدا باشه برای هر کسی وجود نداره در زندان ها. توی زمان کرونا که مشکلات خیلی شدید بود و اینا، تفکیک در زندان وجود نداشت، طبقه بندی، جدا شدن از جدای جرائم و تفکیک بیمارا از کسایی که سالم هستن وجود نداشت اصلا. خیلی از جا خوندم که از داخل اخبار خوندم که میگن حتی که دوش ندارن و مجبورن که زندانیان از داخل دستشویی ها به قول معروف دوش بگیرن و استحمام بکنن و به قول معروف شرایط زندان ها خیلی بد هستش و فشار، علاوه بر فشار برای مخصوصا زندان سیاسی برای این اعتراف گیری ها بهشون وارد میکنن، این فشارها، فشار روانی و این مشکلات هم براشون پیش میارن که به قول معروف بود که خانم محمدی انقدر بهش فشار آورده بودن که دست به خودکشی زده بود، یا خیلی از زندانیان دیگه بودن که انقدر بهشون فشارهای مختلف وارد کرده بودن دست به خودکشی زده بودن. خیلی ممنون که مایک رو در اختیار من قرار دادین. ممنون از شما. سپاس خانم ولیزاده عزیز به خاطر مشارکت فعالانتون و نکاتی که بهش اشاره کردین. اگر مایک رو برای سونیای عزیز باز کنید تا بشنویمشون ممنون میشم. من می‌خواستم یه تجربه خودم بگم از بازداشت، تجربه ترخی که من دو بار این تجربه داشتم، هر دو بارش هم یکی از یکی تختر بود. البته حتی توی بازداشت موقت، این جایی که میبرن حالا برای بازداشت موقت، اگه مثلا برای 20 نفره 60 نفر مثلا آدم اونجا بود و
اونجا بود و اصلا تفکیک هم نشد، یکی دوز بود، یکی از تو پارتی گرفت، مثلا یه در از تو پارتی گرفت بودن یه در رو. این تجربه که میگم مال سال 88 اون موقع من خیلی بچه بودم، یعنی 19 سالم بود. هر کسی از یک جای اومده بود و اصلا هیچ تناسبی با هم نداشتن، معتاد بود. اما ما یکی اصلا پاس دانشگاهی شده بودیم، همه جور آدمی بود و یه دشتی، یه گوشه بود و دشتی هم خب در نداشت، آبم نبود و من یه مقداری طول کشید تا مثلا سرم بچه خود زن و بیارنم بیرون. از خانوادم خواستن که، یعنی خودم خواستم که برام یه مقداری وسایل برسونن، از اون این که گفته بودم مثلا یه سری لباس و وسایل بهداشتی و آب، یا یادم آب خواستم بودم برام آب معدنی بخرید و به این پول بدین. هیچ کدوم از اینا من نرسید، هیچ کدومشون. بعد پیگیرم که میکردن میگفتن اصلا ندادن. از اون بر مامانم زنگ میزدم با کارتایی که حالا بود زنگ میزدیم، میگفتن که مامانم میگفت به خدا برات آوردم. از اون بر نگه کنی میگفتم برو بپرس، میگم نیست، اگه بود ما بهت میره. خیلی جالب بود این برام، البته خودم اون موقع خیلی بچه بودم، خیلی خوشبینانه نگاه میکردم. و تجربه بعدی که داشتم اون دفعه 3 روز بود و تو 3 روز اینقدر اتفاقات عجیب افتاد که هنوزم بعضی موقع کابوسش رو میبینم. هیچ قرصی بهمون نمیدادن و یه خانم دیگه بود که احتیاج شدید به قرص داشت، هیچ قرصی بهش نمیدادن. اون موقع من یه مقدار از حقوق خودم رو میدونستم، جمعه این که میخوام با وکیل صحبت کنم، وکیل خودم دارم، یا اینکه که من گفتم توی بازی بدون زن، بدون همراه زن مثلا صحبت نمی. متاسفانه شما اونجا هرچی از حق خودت بیشتر بدونی بیشتر ضررته. و اینکه دارو که نمیدادن، هیچ آب از باب دشتی باید استفاده میکردی، هیچ عمدن. یه چیز جالبی که بود، عمدن تو رو کنار کسایی قرار میدادن که امنیت روانی هم نداشتی، نمیدونستی الان میخوابی کسی میاد سراغ یا نمیاد. و خب از لحاظ روانی خیلی اثر میذاره. امیدوارم برای هیچ کسی پیش نیاد. فقط میخواستم بگم فقط بهداشت شخصی نیست، از لحاظ روحی روانی، بهداشت روحی روانی از ام تو رو توی فشار میذارن که بخوای یه حرکت انجام بدی خودت رو راحت کنی، حالا یا اعتراف به کار نکرده کنی یا حالا اینجور می رو بپذیری، خلاصه به هر منواری. حالا دوستای من هم تجربه مشابه زیاد داشتن در واقع، اونا هم همین قدر دارن که با تحقیر کردنشون، با زیر فشار قرار دادنشون، از کوچکترین موردش موردای بهداشت دیده. یعنی میخوام بگم اینقدر اون داخل اتفاقای وحشتناک میفته که تا اصلا به بهداشت شخصی زیاد فکر نمیکنی. یعنی برای درمیاد دیگه درست سخته که اصلا ببخشید تو موقع پریودی توت نداشته باشی، خیلی سخته، ولی اینکه تو اصلا 3 روز تعامل میکنی با چشم باز میخوابی، ولی روز چهارم دیگه داغونی، از لحاظ جسمی، از لحاظ روحی دیگه داغونی، یه اصلا دوست نداری زندگی کنی. چرا این که حالا بخوای به این فکر کنی که نوار بذاشتی داری یا نداری، که بزنم این هفته خانوادت بهت سر میزنن یا نمیزنن دیگه، اصلا به این چیزا فکر نمی کنی. بعد من فکر می کنی که امشب هم زنده بمونم، فردا رو حالا ببینم چی میشه. ببخشید که وقتت ما گرفتم، خاطرات بدی بود، ولی خب دوست داشتم بدونید که حالا کسایی که حتی برای حجاب بازداشت شدن، میدونم اونجا فشارهای روحی روانی خیلی بیشتر از چیزای دیگه هست. اینکه غذا بده، مسئله بهداشتی رعایت نمیشه، چیزای مهمیه، ولی از مهمتر اون فشار روانی که روز میذاره.
که حتی وقتی میای بیرون از اون شهر میری، از اون مملکت میری، فرسنگ‌ها دور میشی، ولی بعد از سالها هنوز یادشه و هنوز خوابشو میبینی. مرسی سونیا عزیز، مرسی از این که تجربه زیستت رو با ما در میون گذاشتی، بسیار بسیار ارزشمند هست و ما باید در مورد این مسائل، در مورد نقض حقوق بشر و کارهایی که جمهوری اسلامی انجام میده صحبت کنیم. من با یک دختر زندانی که چند روز پیش صحبت میکردم که ایشون در همین انقلاب زن زندگی آزادی به خاطر تجمع دستگیر شده بود، حالا گفتید به خاطر فشارهای روانی، در مورد این که اصرار داشتن مثلا لخت شه و مثلا گفت دوربین اونجا بود و اون احساس بعدی که حالا به این شخص دست میده، یا در سرویس بهداشتی دوربین گذاشته بودن که اصلا خیلی احساس بعدی داشتن وقتی که سرویس بهداشتی استفاده میکردن، و اینکه برای این که بهش اجازه بدم بره تلفن جواب بده بهش میگفتم باید مثلا مثل حیوانا روی چهار دست و پا راه بری و رد بشی. دارن همچین کارهایی رو انجام میدن، به خصوص با مثلا زنان مبارز، افرادی که دارن با شجاعت مبارزه میکنن، و ما با مسئله تجاوز روبرو هستیم. میبینیم عزیزانمون وقتی که از زندان میان بیرون دست به خودکشی میزنن یا افسرده میشن، و خب این بحث بهداشت روانیه، باید در موردش صحبت کنیم، و به خصوص حالا تجاوز و تعرض که تابو بوده، یعنی جمهوری اسلامی از همون ابتدا هم تجاوز و تعرض رو داشته و این یکی از تاکتیک‌هاش بوده برای سرکوب، ولی الان جسارتی در زنان و مردان ما شکل گرفته که میان و در مورد اون صحبت میکنن. و خب باز هم من تاکید میکنم ما به عنوان فعالان حقوق بشر باید بتونیم نزدیک بشیم به این جامعه آسیب دیده، باهاشون صحبت کنیم، یا اگر بتونیم تیم‌هایی رو تشکیل بدیم از لحاظ روانشناسی و برای بهداشت روانشون، از لحاظ اینکه بتونیم روایت‌هاشون رو به جامعه جهانی بگیم، و یک همچین کارهایی و همچین رسالت‌هایی رو میتونیم برای خودمون تعریف کنیم و اونها رو توی مجموعه کارهایی که در زمینه حقوق بشری، فعالیت‌های حقوق بشری خودمون هست بگنجونیم، و اگر خب توی این موضوع هم تخصص داریم که دیگه بریم و واقعا به طور تخصصی توی این زمینه‌ها کار کنیم. خانم ارغوان عزیز رو می‌بینم دستشون بلنده، اگر مایک رو براشون آزاد کنید ممنون میشم. بله، متاسفانه خانم سوارکوب جوری صحبت کردن که من احساس کردم صحبت‌های من گفته شد یک بار از اول. من کاملا ایشون رو درک میکنم، تمام اینها رو با پوست و گوشت و استخون خودم حس کردم، و بدترین چیزی که حالا تو اون دورهی که من هم متاسفانه من به دلیل اینه که جزو جامعه همجنسگرای کشورم هستم، چیزهای دیگه‌ای هم مثل تحقیرها، کلماتی که گفته میشد به من مثل هم جنس باز، نجس، یا هیچ وقت این کلمات رو نمیتونم فراموش کنم. و دقیقا همین آیتم لباس که یعنی من یک شاد بگم تایم 10 روز منو تو یک اتاق گذاشتن برای اینکه من از نظرشون نجس بودم، نباید با افراد دیگه تو یک اتاق میبودم. و من اون تایم، خب وقتی توی یک اتاق هستی دستشویی هم همونجاست، آب رو برای من بسته بودن. و اون درگیری های فقط من نبودن، خیلی از افراد، من به دلیل همجنسگرا بودنم توی یک اتاق بودم، افراد به خاطر اعدام، افراد دیگه به هر دلیلی توی اتاق های انفرادی بودین که فکر میکنم مطمئن هستم با حیوان این کار رو نمی کنن که با ما کردن، از جمله بیماری های عفونتی که ما گرفتیم، چه بسا شاید بعدها برای خیلی از دوستان دیگه نازایی پیش بیاد، یعنی از نداشتن، تمیز نبودن، لباس هایی که به ما نمی دادن. من هیچ وقت یادم نمیره لباس های منو پاره می کردن که من فقط تحقیر باشم جلوی افراد دیگه.
و این فشارها هیچ وقت کم نمیشه، حتی اگر ازش 10 سال بگذره، حتی اگر 50 سال بگذره. هنوز وقتی به اون فکر میکنی، هنوز وقتی که اون اتفاقات میاد جلوی چشمت، خیلی باید قوی باشی که نبازی. حکم من اومده بود، خیلی جالب بود، حالا نمیخوام وقتتون رو بگیرم، به این دلیل که فقط دیوانه بودنم، دیوانه بودن من در واقع باید ثابت میشد که در واقع تبرئه میشدم و میرفتم زیر نظر روانشناس با هزاران قرص، با هزاران قرصی که در واقع هست، شاید بگم به خاطر این پروسه، تو اون پروسه تجاوز صورت میگرفت فقط برای اینکه ببخشنت. نوار بداشی که من فکر نمی کنم اصلا داشته یادم نمیاد، چون میگم بعضی چیزها از ذهنم میپره، چون میگرفتن، یعنی خانواده میداد، من دقیقا خانم سوارکو درست کنم، خانواده تحویل میداد ولی به ما نمیرسید و میرسید خیلی وقتا، باید پول میدادی یا اینکه خودتو عرضه میکردی، یا خودت یا پول. حالا اون پول چجور به دست من میرسیدن باز یه مشکل دیگه ای بود. توی غذای ما، اون قسمت غذای کمی که میدادن داروهای خواب بود. من به نوبه خودم قشنگ متوجه میشدم بعد از خوردن غذا یا بالا میابردی از اون دوزی که واردش شده بود، یا اینکه همش خواب بودی که گذر زمانو حس نکنی، یا اینکه خیلی قشنگ لباسی که بهت میداد و میکرد توی یک چیز کثیف، گفت اگر میخوای همینو بپوش، اگه میخوای همینو بپوش، اگه نداری باید بپوشیش، چون تو انسان نیستی، چون تو نباید، تو طرد شده ای. توی زندان که امیدوارم کمتر بشه که نمیتونم بگم نه، یکی از دلایلش فقط بهداشت جسمیه، بهداشت روانی هم نداشتیم. به قول خانم سوارکو میگفت شب میخوابید نمیدونستیم تا صبح میرسی تنها رد کنی یا باید چند نفر رو میدیدی. متاسفانه بله، متاسفانه انقدر زیاد هست، ولی من میگم خانم سوارکوب جملات منو گفتن، من فقط یه قسمت کوچیکی رو اضافه کردم، تمام چیزهایی که من میخواستم بگم و ایشون گفتن و امیدوارم ریشه کن شه. متشکرم که به من گوش دادید. امیدوارم، دقیقا امیدوارم که ریشه کن بشه و این ظلم سیستماتیکی که به مردان، به زنان، به هر جنبنده‌ای، شما کلمه حیوانات رو آوردید، خواستم بگم هر جنبنده‌ای که در ایران، درختان، دریا، کوه، محیط زیست، اصلا چی داریم اونجا، همه چی داره نابود میشه و امیدوارم تموم بشن، واقعا امیدوارم که ریشه کنشن. خانم محمدی عزیز دستشون بلند بود، لطفا مایک رو براشون باز کنید که بشنویم نقطه نظراتشون رو. چقدر دگرگون شدم با شنیدن حرفای دوست عزیز، اصلا طوری که دیگه حتی خیلی بده که توی یک جامعه هستی که این که جز انسان ها هم میگذارنت یا اصلا نمیشناسنت، واقعا خیلی بده. واقعا دلم واسه همه اون همجنسگرایی که توی ایران هیچ نگاهی برای اونها نشده، واقعا دلم میسوزه از ته قلبم. با دوستان خیلی زیادی صحبت کردم که این مشکلات رو داشتن و غمها و دردهایی که توی ایران کشیدن، که هم من چندین بار گفتم که بیاید سعی کنید از ایران خارج بشید، و اینکه البته این رو هم نباید
نباید از یاد ببریم که همه نمیتونن واقعا نجات از اومدن اینجا خیلی سخته. خود من با هزار تا سختی اومدم اینجا و اینکه این راه سبکی نیست برای همه و اینکه وقتی توی یک دنیایی که از یه تمدن واقعا چه تمدنی به یک جایی رسیدیم که حتی جنس یک زن حتی نمیشه بشناسنش، نمیشه به عنوان یک انسان بشناسنش، حالا چه همجنسگرا از طرف مرد، چه همجنسگرا از که زنان هستن، واقعا هیچ نوع ارزشی توی ایران براشون گذاشته نمیشه، واقعا دردآوره. نمیدونم چی بگم، امیدوارم یک روزی برسه که یک انسان ارزش واقعیش توی ایران بتونه به دست بیاره و واقعا بتونیم قبل از اینکه به حالا نرسیده به امکانات رفاهیمون فکر و روح آزاد داشته باشیم. حالا بقیهش آدم با تلاش خودش به دست میاره در آینده، میسازه، دوباره از نو میسازیم، اما امیدوارم به روزی برسه که تمام ایرانیان قبل از اینکه واقعا دچار بیماری های روحی بشیم، یعنی همه نابود بشن، به این آزادی دست پیدا کنیم. امیدوارم واقعا اون روزها نزدیک باشه. متشکرم، ممنون. سپاس خانم محمدی عزیز. خانم اسماعیلی عزیز دستشون بالاست، لطفا مایک رو آزاد کنید تا بشنویم نقطه نظراتشون رو. سپاس فراوان از تجربیات و توضیحاتی که دو نفر از همکاران عزیزمون ارائه دادن. مرسی که تجربه خودتون رو با ما به اشتراک گذاشتین و این شجاعت شما توی بیان کردن اتفاقات تلخی که براتون افتاده، این شجاعت رو به زنان دیگه ایرانی هم میده که از اتفاقات تلخی که براشون افتاده صحبت کنن و این حق رو به خودشون بدن که حقی که ازشون طلب شده رو بخوان بخوان. و اما یکی دیگر از موضوعاتی که من شنیده بودم و خبرش رو خونده بودم در مورد بخش زنان زندانی این بود که آلوده کردن آب آشامیدنی، یعنی حتی آبی که در اختیارشون قرار میگیره هم آلوده هست و خیلی وقتا اصلا یک سری از بیماری هایی که به زندانیان منتقل میشه از طریق همین آب آلوده هست و حتی خودشون هم متوجه نمیشن این بیماری از کجا وارد بدنشون شده و بهشون منتقل شده، غذا که دیگه حالا جای خودش رو داره. و خبر تازه دیگه که من خونده بودم در مورد شیوع بیشتر بیماری ایدز بود در زندان ها که قبلا آمار بیشتری در بین مردان زندانی بود، اما در حال حاضر بین زنان زندانی خیلی آمار بیشتری پیدا کرده و حالا بیماری های جنسی دیگه ای که خانم ها با اون مواجه هستن وقتی که متاسفانه مجبور هستن توی زندان های ایران باشن و این تلاشی هست که انجام میدن و تمام توضیحاتی که همکارا دادن، اتفاقاتی که خودمون میبینیم، خبرهایی که میخونیم، کلیپ هایی که نشون داده میشه، خبرهایی که زنان زندانی گذشته میگن، همه حاکی از اینه که واقعا زندگی در اونجا جریان نداره، تلاش برای زنده موندنه و کسانی هم که میشه گفت خوشبختانه میتونن جون سالم به در ببرن از این زندان ها، یا زندگی خودشون رو پایان میدن و یا هیچ وقت با این یه واقعیت هیچ وقت به زندگی عادی نمیتونن برگردن، چون تجربیات تلخی که اونجا براشون اتفاق افتاده همیشه یک بخشی از زندگیشون رو تشکیل میده، مثل خیلی از کسانی که توی جنگ 8 ساله ایران و عراق بودن و دچار یک سری از بیماری ها شدن، و چه سوختگی، چه کسانی که بیماران شیمیایی هستن از لحاظ روانی بیشتر آسیب دیدن و هیچ وقت نمیتونن اونجوری که باید خودشون رو با جامعه ادغام کنن. امیدوارم واقعا این ظلمی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران بر تمام مردم ایران، علل خصوص زنان ایران که صورت گرفته طی این 40 خورده ای سال، به زودی زود از بین بره و ما شاهد ایرانی آزاد و آباد باشیم و بتونیم کشورمون رو واقعا اونجوری که
شایسته نام ایرانیه بسازیم که نام ایرانی و کشور ایران رو فقط به این مشکلات ندونن و بتونیم کشورمون رو به اون جایگاه اصلی که باید برسونیم. مرسی از اینکه گوش دادید. سپاس خانم اسماعیلی عزیز. وقتی که ارغوان داشت در مورد خودش صحبت میکرد و ظلم مضاعفی که ما میدونیم به جامعه LGBTQ در ایران میشه، دلم نیامد که یادی نکنیم از زهرا صدیقی و الهام چوبدار که ناعادلانه حکم اعدام رو بهشون دادن، زنانی که فعالان حقوق همجنسگرایان بودن در ایران که به ناحق در زندان هستن و مطمئنن روزهای سختی رو دارن میگذرونن به امید آزادی وطنمون و آزادی تک تک عزیزانمون که در بند هستند. من یک مورد دیگه میخواستم اضافه کنم به صحبت هاتون. در صحبتی که با یکی از زندانیان داشتم، ایشون میگفت که در اتاقی که مثلا جای 3 نفر هست، مثلا 10 نفر به توی یعنی یک جای کوچیک ولی تعداد نفرات زیادی که اونجا بودن و شدت نور زیاد، یعنی میگفت من 10 روز توی این اتاق بودم سفید و نور زیاد که اصلا نمیتونستیم چشمامون رو روی هم بذاریم و خیلی اذیت شده بود از این نور سفید و این نور زیادی که اونجا بود، که این خب میتونه یک مدل شکنجهی باشه که حالا در این زندانی که این دوست بود در موردش صحبت میکرد. و یک مورد دیگه که باهاش مواجه شده بودم، 2 خواهر بودن که اینها زندانی شده بودند، چند سال پیش زندانی شده بودن و این دختر در سن 13 سالگی توی ذهنم مونده هر بار که تأکید میکرد سرهنگ امیری به من تجاوز کرد، من رو در سن 13 سالگی مجبور کرد که با من رابطه داشته باشه و این را هرگز و هرگز نه به مشاور گفته بود نه به خانوادش گفته بود. و الان بعد از انقلاب زن زندگی آزادی که دوست دارم این رو بگم که وقتی بهش میگفتم این شجاعت رو از کجا پیدا کردی که الان داری در مورد موضوع با ما صحبت میکنی، میگفت این انقلاب به من این شجاعت رو داده و اولین بار رفتم با خواهرم صحبت کردم، این بار که دستگیر شده بود میگفت هر بار که من رو برای بازجویی میبردن، هر بار که از من خواستن لباسام رو در بیارم، تمام اون خاطرات میومد توی ذهن من و من همش میترسیدم و فکر میکردم که الان داره قرار اون اتفاق دوباره برای من بیفته و خیلی مسائل سختی رو متحمل شده بود این عزیز مبارز ما. و وقتی که با خواهرش صحبت میکنه متوجه میشه که همین سرهنگ امیری به خواهرش هم تجاوز کرده بوده و خواهرش هم مثل خودش این رو هرگز و هرگز در موردش صحبت نکرده بوده. و الان در این انقلاب ما داریم در مورد این مسائل صحبت میکنیم با هم دیگه، مینویسیم در موردش، سعی میکنیم در رسانه ها یا به کمیته حقیقت یاب یا به جاهای دیگه این مسائل رو انتقال بدیم یا بگیم که شما عزیزان ما هستید، اونها میخوان تحقیر کنن شما رو، اونها تجاوز میکنن چون از این تاکتیک استفاده میکنن برای سرکوب یک فرد مبارز که برای اندیشش داره مبارزه میکنه. ولی اگر بتونیم این ارزش رو برگردونیم افراد یا به خودمون و ذهنمون رو آماده کنیم که این هم یک جنایتی، یک نوشکنجهیه که جمهوری اسلامی داره انجام میده برای اینکه ما نتونیم ادامه بدیم و بتونیم به یه شکل درستی باهاش مواجه بشیم یا حداقل طرح مسئله کنیم، دعوت کنیم از افراد روانکاو، افراد روانشناس که حالا خانم اسماعیلی عزیز در اون ویژه برنامه هایی که مد نظرتون هست میتونیم در حالا چه کمیته زنان چه کمیته های دیگه، من فکر میکنم اگر این کارها رو انجام بدیم شاید این صداها، این ویدیوها، این حرف زدنهای ما، این روایت کردن ارغوان عزیز و سونیای عزیز که میان اینجا میگن، این باعث میشه که ما حرف بزنیم، چون همین حرف زدنه خیلی میتونه کمک کنه، همین روایته میتونه کمک کنه برای اینکه ما بتونیم اون رو فریاد بزنیم، اون رو بنویسیم و جامعه جهانی رو متوجه این مسئله بکنیم که داره نقض حقوق بشر توی ایران انجام میشه. این نقض
از همون فردای انقلاب انجام می شده دوستان، ولی الان ما داریم صحبت می کنیم. شاید زندانی های سال 57 اون شجاعتی که الان ما در ارغوان می بینیم، در سونیا می بینیم که دارن روایتگری می کنن داشتن، ولی خب این تابو شکنی رو نداشتن. ما می تونیم بگیم این یک تابوه که داره شکسته می شه و باید شکسته بشه تا ما بتونیم این مسیر رو طی کنیم و برسیم به اون آزادی و برابری و تبعیضی که داره میشه، این ظلمی که داره میشه باید فریادش زد. دوستان عزیز، اگر کسی تمایل داره که در مورد این بحث آزاد مشارکتی داشته باشه و صحبتی داره، ما میشنویم. اگر نه که من ختم جلسه رو اعلام میکنم. چند دقیقه صبر میکنم، کسی اگه دستش بلند بود میشنویمش. خب تشکر می کنم از تک تک همکاران عزیزم که امروز در این زمان گرانبهای خودتون رو به شرکت در جلسه ماهیانه کمیته دفاع از حقوق زنان اختصاص دادید، حضور داشتید، حضور فعالانه داشتید، سخنرانی کردید و این مباحث بسیار ارزشمند رو با ما در میون گذاشتید. تمام دوستانی که از طریق لایو یوتیوب امروز و امشب در این ساعت ما رو شنیدند و دیدند و دوستانی که در آینده ما رو میبینن، از تک تکتون تشکر میکنم. خب دوستان، ما در ساعت 21:16 به وقت اروپای مرکزی ختم جلسه کمیته زنان رو اعلام میکنیم در تاریخ 28 ژانویه سال 2023. در این جلسه ما همکارانمون رو، اگر من شرار محبودی مسئول جلسه و همکارانمون در این جلسه، منشی جلسه خانم ارغوان فردیپور بودن، ضبط صدا و تدوین فهیمه تیموری و سعید پورمن، ادمین ها محمد یوسف احمدی و سارا آسیابان بودن. تشکر میکنیم از تک تک شما ها به خاطر حضورتون و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم تا جلسه دیگه.